بفرمایید. درود 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 خدمت همه همکاران و بینندگان عزیز. من شرره محمودی از کانون دفاع از حقوق بشر و کمیته دفاع از حقوق زنان امروز در تاریخ 1 فوریه 2023 رأس ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با عنوان حق اعتراض در جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان با عنوان تظاهرات روز جهانی زن در تهران در سال 1357 در خدمت خانم شیوا پارسایی هستیم. خانم شیوا پارسایی از فعالان حقوق زنان هستند، کارشناس آموزش و مشاور اجرایی کردن سیاست‌های عمومی در کشور فرانسه. اگر اجازه بدین خوش آمد میگم به خانم پارسایی عزیز، تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و در جمع ما حضور دارید. تشکر میکنم از تک تک همکارانم که امروز و این ساعت رو انتخاب کردن که در این جمع و در این گفتگو شرکت کنن و دوستانی که از طریق لایو یوتیوب ما رو میبینن و افرادی که در آینده ما رو خواهند دید. خب اگر اجازه بدیم میریم به سراغ مهمان عزیزمون بیوقفه و میخوایم که هم خودتون رو مفصل تر برای ما معرفی کنید تا بیشتر شما رو بشناسیم و هم به این موضوع بپردازیم. و من بسیار بسیار خرسندم که امروز در خدمت یکی از عزیزانی هستیم که در سال 1357 در سمت درست تاریخ ایستاده و در اون روز در اون تظاهرات شرکت کرده و میتونه برای ما روایت کنه که چگونه از فردای اون روز در خیابون بوده شیوای عزیز و همچنان هم در خیابان در حال مبارزه است برای رسیدن به این آزادی و این برابری. به نظر من صحبت‌های شما بسیار بسیار شنیدنی است. اگر اجازه بدید من مایک رو می‌بندم. دوستان مایک رو باز کنید برای خانم پارسایی و می‌شنوید. سلام عرض می‌کنم خدمت تمام دوستان. خیلی ممنونم شرر جان، ممنونم از دعوتتون و محبتتون برای این دعوت و همینطور به خاطر تیتر و سوژه بسیار خوبی که انتخاب کردید که به هر حال برای من همینطور که شما گفتین احساساتی رو به وجود میاره و منو به دوردست ها میبره، به یاد روزهایی میندازه که اولین اعتراض زنان بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. من سعی میکنم که از یک طرف یه بخشی از مشاهدات خودم رو و اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده و من دیدم رو بگم و به این بسنده نمی کنم و اجازه میخوام که کمی هم در رابطه با اتفاقی که افتاده تحلیلی بدم و در واقع این دو رو با همدیگه یه جوری جلو ببرم و بعد از اون خیلی خوشحال میشم که در یک گفتگو بتونیم هرچه بیشتر نگاهی که به این اتفاق افتاده در اون زمان و به نظر من اون چطور بگم اون رابطه‌ای که وجود داره بین این اتفاق درست بعد از 22 بهمن، یعنی چند هفته بعد از 22 بهمن و خیزش انقلابی زن زندگی آزادی و این انقلاب زنان، در واقع اتفاقی که افتاد فقط چند هفته بعد از 22 بهمن، همینطوری که گفتم تظاهرات بزرگ و گسترده‌ای در تهران و دیگر شهرهای ایران اتفاق افتاد. شرایط انقلابی بود، اما این به اصطلاح جنبشی که به وجود آمد اولین اعتراض گسترده زنان بود، چرا که در این اعتراض ما از دانشجویان، از کارمندان، از دانش آموزان که خود من دانش آموز بودم در اون زمان، از تمام اصناف در این تظاهرات شرکت کردند. اتفاقی که افتاده بود در کیهان 16 اسفند 1357، یعنی 7 مارس 1979
در این روزنامه یک تیتر بزرگ منتشر شد که زنان باید با حجاب به ادارات بروند و آیت الله خمینی با همون زبانی که داره در اون میگه که زنان در وزارتخانه ها نباید معصیت بکنن، نباید لخت باشن، میتونن کار بکنن اما باید با پوشش اسلامی باشن، باید با حجاب اسلامی باشن. و این گفته در واقع اولین گام برای سازماندهی تبعیض علیه زنان در ایران بود که اولین گام رو این کلمات برداشت و بدین صورت ما دیدیم که در طی 40 سال چگونه ساختارهای خشونت محور و علیه زنان و قانونی شده، تبعیض قانونی شده علیه زنان اعمال شد. من میتونم به جرأت بگم که زنان بعد از 22 بهمن اولین گروه اجتماعی بودن که تونستند شناسایی بکنن صدای پای استبداد، صدای پای تعرض به آزادی های فردی در جامعه. من در اون زمان 14 سالم بود، دانش آموز بودم و اون روز به مدرسه رفتم، یعنی در خیابان منقلب بود، نمیدونم، وضعیت عادی نبود. و وقتی که به مدرسه رسیدیم در اونجا متوجه شدم که، چون قبلش ندیده بودم روزنامه رو، متوجه شدم که یک همچین چیزی منتشر شده در درون مدرسه، یعنی در درون دبیرستان یک اعتراضی شکل گرفت و ما از دبیرستان خارج شدیم و در خیابان همینطور که می اومدیم می دیدیم که گروه های مختلف زنان وایسادن و در این مورد صحبت می کنن، به خاطر اینکه این موضوع باعث نگرانی همه شده بود که چه اتفاقی خواهد افتاد. و بعد از اون من، مادرم شاغل بود، با چند تا از دوستام رفتیم به اون قسمتی از شهر که مادرم شاغل بود که ببینیم که زنان شاغل چه میکنن، و دیدیم که مادر من در یک بانک کار میکرد، دیدیم که زنان شاغل در اون مؤسسه، در اون بانک دست از کار کشیدن، اعتصاب کردن. و بعد از اونجا با دوستانم به سمت دانشگاه تهران رفتیم و در اونجا من به خاطر کنجکاوی هایی که داشتم به هر حال پیوستم و پرسیدم، چون 14 سال خیلی سن زیادی نیست و به هر حال به خاطر کنجکاوی های زیادی که در رابطه با مسئله زنان داشتم اومدم و تونستم با آدم های مختلفی اونجا صحبت بکنم. و بعد از اون ما به راه افتادیم و تظاهرات کردیم. همونطور که گفتم، چیزی که در این تظاهرات بسیار مهم بود این بودش که این تظاهرات گروه های مختلف اجتماعی رو، یعنی زنان رو از اصناف مختلف، از جایگاه های مختلف اجتماعی دور هم جمع کرده بود و به طور معجزه‌آسایی ما دور هم جمع شده بودیم. این اعتراضات، همونطوری که حالا فکر میکنم همه بدونن، این اعتراضات مدتی طول کشید، اما بزرگترین و گسترده ترین تظاهرات روزهای اول بود و به خصوص روز 8 مارس بود که حتی ما در اون روز دیدیم که زنان انقدر گسترده حضور داشتن که زنان با حجاب و بی حجاب همه بودن. این به نظر من نشون دهنده این بود که، و نشون دهنده اون هست، امروز هم به نظر نشون دهنده این هست که مطالبات زنان مطالباتی هستن که گروه های مختلف اجتماعی رو میتونن در گرد خودشون جمع بکنن و میتونن یک حرکت بزرگ رو در واقع به وجود بیارن.
اما مشکلی که با اون ما مواجه شدیم، مشکل این مشکل بود که ما با سکوت و عدم پشتیبانی گروه هایی که اون زمان گروه های مترقی تلقی می شدند، از جمله ملی مذهبیون و از جمله چپ ها، که می پنداشتند که مسئله زنان مسئله در واقع اولویت نیست، بلکه مسئله زنان به گونه دیگری حل خواهد شد. چپ ها اینطور فکر میکردند که مطالبات زنان با به وجود آوردن جامعه بی طبقه پرولتاریا یا کارگری میتونه به اینجا برسه که زنان به حقوق خودشون برسن، و ملی مذهبیون و مذهبیون بر این اعتقاد بودند که باید جامعه بی طبقه توحیدی درست کرد و در جامعه بی طبقه توحیدی زنان به مطالبات خودشون یا به اون برابریشون یا به هر مطالبات دیگری که میخوان خواهند رسید. و این چنین بود که ما تنها موندیم. حتما شما اینجا اونجا چیزهایی از خانم هماناتق خوندین. خانم هماناتق که در این تظاهرات حاضر بودن، بعد از چند روز عقب نشینی کردن و در کیهان ما خوندیم که ایشون گفتند مسئله مطالبات زنان مسئله اصلی نیست. ایشون از چپ ها بودن و اون چه سازمانشون بهشون گفته بود اون رو پیروی کردن و بعدها سالها بعد در سالهای 80 فکر میکنم که من در پاریس بودم، ایشون بسیار ناراحت بودن از این کاری که کردن و متوجه شده بودن که اون موضعی که گرفته بودن موضعی درستی برای جنبش زنان نبوده. به هر حال اتفاقی که در اون زمان افتاد، اگه من بخوام در رابطه با اون اتفاق صحبت بکنم، این بودش که رفته رفته این تظاهرات کوچکتر و کوچکتر شدن، عده زیادی نمی اومدن به خاطر که تعلقات سازمانی داشتن، و در نهایت آیت الله طالقانی مثل همیشه در اون برهه زمانی وارد کار شدن و یک توضیح دادن که بله حجاب منظور حجاب اجباری به این صورت نیست، بلکه منظور حجاب درونی است، و به هر حال یه جوری مسئله رو جمع کردن و به تعویق انداختن حجاب اجباری رو در اداره. اما همونطور که میدونیم مدتی طول نکشید، آیت الله روحانی در ارتش در همون زمان زنان رو مجبور کردن که در واقع با حجاب برن به ادارات ارتش، و بعد از اون یک سال بعد از اون در مدارس و در ادارات حجاب اجباری شد، در حالی که در خیابان ما میتونستیم بدون حجاب باشیم، با این تفاوت که مثلا کسانی بودن، شما وقتی که میخواستین یه خریدی بکنین در یک مغازه‌ای مثل زمان نازی‌ها که یهودیان باید ستاره زرد به خودشون می‌زدن و وارد جایی می‌شدن، ما باید وارد مغازه که می‌خواستیم بشیم، جلوی مغازه یه سری روسری بود، روسری رو بر سرمون می‌کردیم، وارد می‌شدیم، خرید می‌کردیم، بعد روسری رو برمی‌داشتیم، می‌ذاشتیم. و این تبعیض، اصلا این حرکت، این مکانیزم کاملا نشون دهنده این بودش که چه بلایایی بعد از این به وجود خواهد اومد. و بعد از اون همونطور که همه میدونن در سال 63 حجاب اجباری شد. و چیزی که خیلی برای من جالبه در این مسئله اینه که جمهوری اسلامی نه با ورودی حجاب، یعنی از راه مثل که حجاب یک در بود، با این ورودی وارد شد، قانونی کرد، از یک ابزار مدرن که قانون باشه استفاده کرد، تبعیض رو قانونی کرد،
این نه تنها، یعنی مسئله نه تنها تسلط دنیای مرد سالارانه بر تن زن از طریق حجاب بود، بلکه از طرف دیگه باید ما بدونیم زمانی که حجاب مسئلهش مطرح میشه، درست اول انقلاب اسلامی است. اول انقلاب اسلامی حکومت هنوز نتونسته بود تثبیت بشه. بعد از سال 60، یعنی از سال 57 تا سال 60 بسیار اتفاقات افتاد که کسانی که در اون دوران بودن خوب به یاد دارن که به نوعی این عدم تثبیت در جامعه دیده می شد، که حتی برخی از این دو سال صحبت به این میگن شبه دموکراسی بود، یعنی مثلا جلوی دانشگاه تهران تمام سازمان ها میتونستن بیان ابراز اندام بکنن، ابراز نظر بکنن، نظراتشون رو بدن، کتاب‌هاشون رو بفروشن و غیره و غیره. و در سال 60 همزمان تقریبا، یعنی اول سرکوب شروع شد، سرکوب‌های مستقیم، بعد از سرکوب‌های مستقیم اتفاقی که افتاد جنگ شروع شد، یا اینکه اشتباه میکنم چیزه شد، جنگ شروع شد، سرکوب ها شروع شد و عملا اتفاقی که افتاد این بودش که بعد از اون، یعنی چند سال بعد از اون، حجاب مسئله اصلی شد. و چیزی که برای من خیلی جالبه در این رابطه اینه که کسانی که اون موقع بودن میدونن که حجاب، سرکوبی که در جامعه بود، ارعابی که در جامعه حجاب به وجود می آورد، خود این ارعاب در تثبیت جمهوری اسلامی نقش مهم می داشت به نظر من. به خاطر اینکه ما فقط زنان نبودیم که به خاطر یک تار موی کوچیک می تونستیم دستگیر بشیم، می تونستیم کتک بخوریم. مادر من 60 سالش بود اون زمان، به خاطر اینکه جورابش به اندازه کافی با شلوار و مانتو و مقنعه و همه رو داشت، فقط به خاطر اینکه جورابش یه ذره نازک بود دستگیر شد در خیابان و بازداشت شد به خاطر این موضوع. این مسئله خیلی مسئله عادی نیست. به خاطر چی این کار رو کردن؟ به خاطر اینکه ما در خانواده ها در جای مختلف همه به هم میگفتن، اگر که حجاب درست نباشه، اگر اون کاری در واقع پشتش اینه، اگر اون کاری که دولت میخواد شما نکنی، بازداشت میشی، حتی اگر نازک بودن جورابت باشه. یعنی جمهوری اسلامی یک سرکوب مستقیم داشت که مخالفان خودشو به زندان میانداخت، به شکنجه میکرد، اعدام میکرد، و از طرف دیگه برای اینکه شهروند معمولی رو مرعوب بکنه، با حجاب اسلامی تونست این کار رو بکنه. کما اینکه من به یاد دارم زمانی که ما مثلا در ماشین خصوصی خودمون میشستیم و اگر که یه ذره مومون چیز بود، بیرون بود، ماشین رو نگه میداشتن، پدران ما، برادران یا شوهران ما رو خارج میکردن، اونها رو کتک میزدن و بهشون میگفتن که چرا زنان شما حجابشون رعایت نمیکنن. اینها برای من تمام نشانه این هست که حجاب فقط اونطور که گفته میشه مسئله خود حجاب برای پوشش یا اعتقادی نیست، بلکه ازش، یعنی در واقع از تن زن، در قلمرو سیاسی استفاده شده. یعنی برای سرکوب سیاسی از حجاب استفاده شده، از تن زن استفاده شده، تا اینکه بتونن به تثبیت سیاسی خودشون رو برسونن و تا اینکه بتونن با این ارعاب در واقع حکومت خودشون رو جلو ببرن. در واقع از حجاب، همونطور که گفتم، ورودی از حجاب بود و هدف این بود که تبعیض‌های مختلف رو از طریق این حجاب و بعد از طریق قوانین دیگر در واقع یک اکوسیستم، اگه بتونیم اینطوری بگیم، اکوسیستم تبعیض به وجود بیارن
که در این اکوسیستم تبعیض تبعیض قانونی شد. یعنی اینکه به نوعی ما میتونیم بگیم آپارتاید جنسیتی در ایران رقم خورد، چرا که تبعیض فقط نشانه یا بگیم برخواسته از مسائل فرهنگی یا مسائلی که در جامعه جریان داشت نبود، از مسائل اعتقادی نبود، بلکه حجاب اجباری وارد صحنه سیاست شد، باعث یعنی با تبدیل به ابزار سرکوب سیاسی شد، سرکوب اجتماعی شد و بدین ترتیب تونستن نابرابری جنسیتی که بود رو از یک شکاف جنسیتی به یک آپارتاید جنسیتی تبدیلش بکنه. در واقع از همون آغاز ما دیدیم که شهروند ایرانی چگونه تحت فشار این سرکوب فرسایشی بود. حالا چیزی که من میتونم بگم اینه که در رابطه با این تظاهرات و در رابطه با اتفاقی که افتاده اینه که انقلاب اسلامی که به وجود آمد در ایران، این انقلاب اسلامی ماهیت و هویتش به نظر من انقلابی بود که بیشتر انقلاب عدالت خواهانه بود، انقلاب ضد امپریالیستی بود، انقلابی بود که استقلال طلبانه بود. شعارش بود استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. از استقلال ضد امپریالیسم بودن فهمیده می شد. از آزادی، آزاد شدن از این امپریالیسم جهانی شناخته می شد، در واقع فهمیده می شد. از جمهوری اسلامی، خب اون کادر جمهوری اسلامی بود. در اینجا همونطور که قبلا گفتم، چه چپ‌ها چه مذهبیون ایدئال دنیایی که داشتند، اون دنیای جامعه بی طبقه کارگری یا جامعه بی طبقه توحیدی رو می‌خواستند. در حالی که در همون موقع که این اتفاق، این انقلاب اتفاق افتاده بود، جنبش دیگری به وجود میاد و این جنبش زنان بود بر ضد حجاب اجباری که ما اون رو در تظاهرات 8 مارس 1979 میبینیم که اهدافش متفاوت بود، جنسیت جنس متفاوتی با اون انقلاب اسلامی داشت و در کنار اون زاده شد. در واقع اعتراض به حجاب اجباری مسئله آزادی های فردی، آزادی های اساسی و حقوق بشری رو بیان میکرد، حق پوشش، در حالی که در اون زمان تمام اونها که اون طرف بودن و انقلابیون بودن این موضوع ها براشون موضوع های مهمی نبودن. در واقع به نظر من تظاهرات 8 مارس 1979 یک جنبش آزادی خواهانه بود، یک جنبش حقوق بشری بود که در پشت اعتراض به حجاب اجباری در واقع خواستار آزادی های فردی بود. و چیزی که من میبینم اینه که خیزش انقلابی کنونی، انقلاب زن زندگی آزادی، به طور نامرئی با این اتفاق، یعنی با این تظاهرات، یک رابطه مستقیم داره. یک زنجیره نامرئی این دو رو به هم از نظر هویتی و ماهیتی وصل میکنه. در واقع انقلاب کنونی هم انقلاب آزادی خواهانه است و انقلابی است که به دنبال آزادی های اساسی و آزادی های فردی و آزادی های انسانی است.
دوست دارم براتون قبل از این که صحبتم رو پایان بدم یک فاکت بیارم از کارل پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنان آن. ایشون میگه اگر میان عدالت و آزادی امکان و اختیار انتخاب داشته باشم، آزادی را انتخاب میکنم، چرا که در جامعه آزاد ناعادلانه آزادی دفاع از عدالت را دارم. اما در جامعه‌ای که به نام عدالت آزادی مرا گرفته باشند، اگر عدالت رخ ندهد آزادی اعتراض را هم ندارد. این برای من بسیار جمله زیبایی است که نشانه آن چیزی است که ما زندگی کردیم، آن چیزی است که زندگی میکنیم در این انقلاب کنونی، و فکر میکنم که امروز انقلاب زن زندگی آزادی به ما این امکان رو میده که بر گرد مطالبات زنان، بر گرد آزادی ها در این جنبش آزادی خواهانه بتونیم با هم متحد بشیم، همبستگی داشته باشیم. و فکر میکنم در پایان باید بگم من اعتقاد دارم، باور بر این دارم که زنان مسئولیت بزرگی بر دوش دارن و اتحاد زنان با هم بر گرد مطالباتشون و برای دفاع از آزادی های انسانی، برای حقوق انسانی یکی از مسئولیت‌های بزرگی است که بر دوش ماست، و مسئولیت ما این هستش که این مطالباتمون رو هر چه بیشتر به روز بکنیم، این مطالباتمون رو به گونه‌ای مکتوب بکنیم تا چه در دوران گذار و چه در دوران بعد از گذار بتونیم به گونه‌ای در اول صف باشیم و از و دیگه نگذاریم که زنان آنچه در این 40 و چند سال زندگی کردن رو دوباره تجربه بکنن. یعنی مسئولیت ما بسیار بزرگه و امیدوارم که تمام زنان جوان ما این مسئولیت رو حس بکنن و در پی به وجود آوردن یک اتحاد ملی زنان باشن. خیلی ممنونم ازت. سپاس از خانم شیبا پارسایی عزیز، فعال و تحلیلگر حوزه زنان، که تجربه زیسته خودشون رو در خصوص اعتراضات سال 57 بر علیه حجاب اجباری با ما در میون گذاشتن و تحلیل بسیار بسیار خوبی که داشتن و نکات بسیار بسیار خوبی که بهش اشاره کردن که برای خود من بسیار بسیار آموزنده بود. خوش آمد میگم به جناب شفایی عزیز، خوش آمدید، خوشحالیم که در جمع ما هستید و دوستان عزیز دیگری که من میبینم امروز و این ساعت رو انتخاب کردن در این لحظه در این اتاق در کنار ما باشن. بسیار بسیار خوشحالیم که در جمع شما بزرگواران و صاحب نظران هستیم. من منتظرم که سوالها و کامنت هاتون رو بشنویم و خانم پارسایی عزیز به عنوان مهمان برنامه اگر که کامنتی داشته باشن، نظری داشته باشن در این خصوص، چون سخنران ویژه ما هستن، حتما مایک رو بهتون میدیم که در ادامه که پاسخ بدین. دوستان و همکاران عزیز اگر دستانتون رو بلند کنید من میام سراغتون و به ترتیب نوبت رو بهتون میدم که بشنوم، اگر نه که مجبورم خودم صحبت کنم که بعدم هم نمیاد. تا دوستان خودشون رو آماده کنن، خانم پارسایی عزیز، من یک مسئله که برای خود من بسیار بسیار جالب بود که شما در موردش صحبت کردی، در مورد مسئولیت اجتماعی ما زنان
چه در زمان گذار و چه در زمان پس از گذار. بالاخره شما دارای تجربیات بزرگی هستید و مطمئنا ما اگر این مشعل رو از دست شما بگیریم و این تجربه ها رو از شماها بشنویم، راحت‌تر میتونیم مسئولیت رو و این وظیفه رو برای خودمون تعریف کنیم و این قدم ها رو مطمئن‌تر برداریم، برای اینکه بدونیم ما چطور میتونیم اصلا مطالباتمون رو تعریف کنیم. اگر این مطالبات رو حالا ما تعریف کردیم، در کجا میتونیم بخوایم، یعنی دادخواهی کنیم، بگیم ما زنان این رو میخوایم و این اصلا به چه شکلی امکان داره، چطور میشه این عملی بشه. اگه اینو یه ذره باز کنید فکر میکنم بعد دوستان هم کم کم به ما ملحق میشن و سوالاتشون رو میپرسن. چگونگیش گونه های مختلف، من فکر میکنم هر کسی در اونجایی که هست و در فعالیت هایی که میکنه باید به این موضوع بپردازه. یعنی این موضوع باید اول دغدغه ما باشه، دغدغه ما باشه به این معنا که فراموشش نکنیم. فکر نکنیم که اگر که تظاهراتی صورت گرفت، اگر که فرض کنین ائتلافی فردا صورت گرفت، به طور اتوماتیک مثلا مطالبات زنان هم انجام میشه دیگه. همون چیزی که سال 57 به ما میگفتن اگر که جامعه بشه بی طبقه، بعد دیگه مطالبات دیگه همه خوب میشه. اینطوری نیست. ما باید اولا بدونیم مطالباتمون چی هستن. یعنی که ما الان به اون در که در صف انقلاب زن زندگی آزادی هستیم، در واقع در مقابل اسلام سیاسی ایستادیم و اسلام سیاسی که برخورد خاصی به زن داره، نگاه خاصی به زن داره، که این یکی از مراحل گذاره که داریم ازش عبور میکنیم و در همین مرحله باید خودمون رو آماده بکنیم و به نظر من باید دور هم جمع بشیم و با تشکیل گروه ها شبکه‌ای رو به وجود بیاریم که در اون شبکه بتونیم این مطالبات رو مکتوب کنیم. این مطالبات رو مکتوب بکنیم یعنی چی؟ یعنی که ببینیم چگونه میتونیم در شرایطی که شرایط ایران هست و در وضعیتی که وضعیت ایران هست که مثلا مناطق مختلفی داره، ما زنانی داریم که در مرکز زندگی میکنن، زنانی داریم که در بلوچستان زندگی میکنن و غیر و غیره، ما چه مطالباتی باید داشته باشیم تا بتونیم این جامعه رو و زنان اون رو به یک برابری حقوقی اول و در نهایت به یک برابری انسانی برسونیم. این در این رابطه باید دور هم جمع بشیم و این اتحادمون رو به گونه‌ای تعریف بکنیم. برای تعریفمون اول باید بتونه، یعنی اگر این اتحاد یا شبکه تولید بشه، درست بشه، اولین کاری که باید بکنه به نظر من تعریف شعار زن زندگی آزادی است. یعنی چی زن زندگی آزادی؟ از آغازی که این انقلاب شروع شده اینقدر ما تعابیر مختلفی از این موضوع از طرف کسانی که شاید ترسیدن از این موضوع میشنویم که هیچ ربطی نداره به زن زندگی آزادی. وقتی که ما در رابطه با برابری انسانی صحبت میکنیم، خیلی از تعاریفی که هستن این تعاریف نادرستن و یک مجموعه باید باشه که این تعریف یک تعریفی رو بده که تبدیل به زبان مشترک بشه و زبان به اشتراک گذاشته برای همه، که وقتی ائتلافی به وجود میاد ما بتونیم بگیم چشمنداز ما برای جامعه آینده ی ایران که سردرش زن زندگی آزادی است چیست. یعنی چگونه این جامعه چگونه اداره خواهد شد، این جامعه چگونه خواهد بود، ارزش‌هاش چه خواهد. امیدوارم جواب داده باشم و طولانی مزاحمتون نشده باشم. بسیار عالی. من بازم سوال برام پیش اومد ولی میریم سراغ خانم زینب ایزدی عزیز. مایک رو براشون دوستان باز کنید که کامنت و سوالشون رو بشنویم و خواهش میکنم یک دوربین هاتون رو باز کنید، دو دوستان مشارکت کنید. الان اینجا ما زنان
حضور داریم در خصوص مسئله زنان و مسئله حجاب که اکثریتمون در ایران زیست کردیم و باهاش روبرو بودیم. من خوشحال میشم که هم نقطه نظراتتون رو بشنویم، هم کامنت هاتون رو بشنویم و هم سوال بپرسیم از خانم پارسایی عزیز. تحلیلگر بسیار بسیار خوبی هم ما میتونیم بیاموزیم ازشون. خانم ایزدی عزیز میشنویم سوال شما رو. سلام، سلام به همگی. منم خیلی لذت بردم، خیلی از صحبت‌های مهمونمون خیلی تجربه ها داشتم. میخواستم منم بگم، دو تا تجربه هامو بگم. ببخشید که ویدیومو باز نمی کنم چون من امروز عمل شانه داشتم، به خاطر همین صوتی صحبت میکنم. و اینکه من یادم میاد که به ما آموزش داده بودن که اگه تا یه مقدار از پات مشخص باشه، مثل یکی زنا کرده یا یه نخ موت بیرون باشه، مثل خب فردای روز قیامت تو رو به دار میزنن، تو رو دار میزنن با همون یه نخ مو و خیلی دروغ‌های دیگه. من فکر میکنم از ناآگاهی، از چیزایی که خودشون میخواستن به خورد مردم بدن و ما کورکورانه اینا رو قبول میکردیم تا مدت‌های زیاد. من یادمه که یه عکس برای رو شناسنامم گرفته بودم که فقط دوتا چشمم مشخصه، اصلا یعنی هیچ تصویری از بینی، دهان یا صورت من اصلا، فقط دوتا چشم من مشخصه و خیلی از این موارد دیگه. به نظرم با امید روزی که بتونیم تمام زنانی که در ایران هستن بتونن آگاهانه تصمیم بگیرن و اینجوری کورکورانه صحبت‌های کسانی که میان صحبت میکنن یا هر چیزی رو میگن همینطور کورکورانه قبول نکنن، یکم فکر کنن. من تنها دلیلی که داشت، تنها روزنه‌ای که شد، یعنی تو خانواده فوق‌العاده مذهبی بزرگ شدم که اگه بخوایم به اسممون توجه کنیم، اسم خودم زینبه، اسم خواهرم زهرا، اسم برادرم ایوب، یعقوب یا و مهدیه. ما تمام خانوادهمون خیلی خانواده مذهبی بزرگ شدیم با یه افکار خیلی سنگین که خیلی شرایط سخت بود و اولین قدمی که تونستم این روزنه برای من باز شد که بچه های من شروع کردم به سوال پرسیدم که مامان برای چی ما باید، اولین سوالشون این بود که مامان چرا ما اسمای عربی داریم، چرا مامان ما باید نماز بخونیم، چرا مامان به عربی باید بخونیم و هیچی نفهمیم. و اینا شروع شد به سؤاله خودم. وقتی که به خانواده هامون رجوع میکردیم که مثلا بپرسیم خب ماما شما که به ما گفتین، بابا شما به ما گفتین این چیزا رو، خب یه جوابی هم داشته باشیم خب که من قانع بشم. من الان میون این دوتا گیر کردم، خب من چه جوابی بچه هم بدم؟ و پدر مادرم جوابی نداشتن، میگفتم برو از بسیار مرجع تقلید بپرس. و بچه های من ساکت نشستن و شروع کردن به دنبال این سوال رفتن، از مرجع پرسیدن، از فوق‌العاده راه زیاد رفتن که بتونن به جواب برسن. و هیچ کدوم از این مرجع تقلید و مذهبیون و هر چیزی که فکر بکنین ما دنبالش رفتن، بچه ها هیچ جوابی نداشتن و نتونستن اونو قانع بشن و منم راه همو جدا کردم. اینجوریه که با سوال پرسیدن، با آگاهی میتونیم به خیلی جوابا برسیم. من میخوام از همینجا به تمام مردممون بگم کورکورانه چیزی رو قبول نکنین، حداقل سوال بپرسین بگین برای چی؟ خب من چرا باید این کارو بکنم؟ سوال پرسیدن خودش خیلی خوبه، خیلی درا رو براتون باز میکنه. خب الان نگاه کنین، خیلی از این مقلدین میشینن، روحانیون میشونن، خیلی چیزا رو میگن، خیلی روزه ها رو میخونن، اصلا میفهمین دارن چی میگن. وقتی خودت میشینی گوش میدی،
من الان افسوس میخورم که چرا اون موقع اینا رو گوش میدادم و خودم خجالت میکشم. من کورکورانه قبول کرده بودم اون موقع و الانم خدا رو شکر میکنم که با آگاهی دارم جلو میرم و بچه ها من آگاهانه دارم جلو میرم. حداقل گوش بدن، گوششون رو باز کنن، چشم و گوش بسته نشینن پشت سر اینا و اینا رو گوش بدن. من خیلی ممنونم که به من گوش دادیم. مایکو رها میکنم. سپاس خانم ایزدی عزیز از مشارکتتون و اینکه تجربه زیستی خودتون رو در اختیار ما قرار دادین. موضوع جلسه ما حق اعتراض و تظاهرات روز جهانی زن در تهران سال 1357 هست. در خدمت خانم شیبا پارسایی هستیم و اگر شما دوستان مایک رو برای خانم صفورا مشایخی عزیز که از فعالان حقوق زن و از مهمانان بسیار عزیز ما هستن که لطف کردن امروز در این جلسه اومدن و امیدواریم بیشتر بیان و در کانون دفاع از حقوق بشر جز همکاران ثابت ما بشن در آینده نزدیک، میخوام که نقطه نظرات خودشون رو بگن و ممنونم که شرکت کردید در این جلسه. خواهش میکنم. ممنونم از این فرصتی که به من دادید و خیلی خوشحالم که در جمعتون هستم. من اول یه صحبت کوتاهی بخورم راجع به هم صحبتایی که خانم زینب کردن و هم شیوا خانم. من دوست دارم یه پل مشترکی بین این صحبت‌ها ایجاد بکنم و با توجه به اینکه خودم روی بحث جنبش‌های نوین یا مطالعاتی داشتم، از این زاویه دوست دارم که وارد مبحث بشم. البته یه مقاله‌ای هم توی این حوزه نوشتم، خیلی مفصل اونجا توضیح دادم، ولی الان سعی میکنم خیلی خلاصه تیتروار موضوعات رو مطرح بکنم چون وقت نیست. ببینید، جنبش‌های نوین اجتماعی برخلاف جنبش‌های کلاسیکی که در گذشته اتفاق می‌افتاده، جنبش‌هایی نیستن که مطالبات ایدئولوژیک، طبقاتی و یا در چارچوب حزب و ساختار سیاسی تعریف بشن، بلکه جنبش‌های نوین یکی از مؤلفه‌هاشون هویت محور بودنه و از این زاویه من فکر می‌کنم هم اتفاقی که مثلا در 8 مارس سال 89 اتفاق افتاد، تظاهرات زنان که خانم پارسایی خوب در موردش صحبت کردن، و هم چیزی که الان جنبش زن زندگی آزادی دنبال داره میکنه، هر دو بر اساس یک هویت مشخص و یک هویت جهان شمول دارن خودشون رو تعریف میکنن. یعنی جنبش زن زندگی آزادی به خوبی اهداف و تعاریفی که پشتش داره بر اساس اهدافی هست که من میتونم بگم بر چارچوب حقوق بشر از جمله حقوق زنان تعریف میشه و یک اهداف جهان شمولی رو تعریف میکنه. این هویت محور بودن این جنبش، اینکه کسانی که در این جنبش شرکت میکنن به دنبال تعریف هویت جدید خودشون هستن و این هویت کاملا متضاد با اون هویت رسمی و مسلطی هست که حکومت داره تعریف میکنه، ما رو به اونجا میرسونه که این هویت چجوری شکل میگیره و چجوری میتونیم در راستای تقویت هویت جدیدی که مردم دنبالش هستن تلاش بکنیم در مقابل هویت مسلط حکومت. از این زاویه ما به بحث گفتمان میرسیم، چون هویت و گفتمان به نظر من رابطه مستقیمی دارن و هر دوتاشون از ابزار معنایی و صورتبندی های زبانی استفاده میکنن تا ذهن و زبان مخاطب های خودشون رو به سمت اهداف و تعاریفی که دارن بسیج بکنن. یعنی همونجور که شیبا خانم گفتن، ما باید دنبال در راه از بین بردن یه سری کج فهمی ها و تعریف غلطی که توی ذهن مردم از جنبش زن زندگی آزادی وجود داره تلاش بکنیم و از این تلاش به نظر من از طریق تولید مفاهیم علمی و استفاده از ابزار رسانه برای انتقال این مفاهیم به مخاطبمون میتونه صورت بگیره. و از یه طرف دیگه هم زینب خانم گفتن که مردم سوال پرسیدن رو شروع بکنن. به نظر من این سوال پرسیدن شروع شده، این تشنه بودن برای آگاهی بین مردم شروع شده، ولی متاسفانه یک منبع معتبری برای اونها وجود نداره که بتونن جواب این سوالاتشون رو پیدا بکنن. از جاهای مختلف، از رسانه‌های مختلف که خودتون میدونید اخبار زرد و حاشیه‌ای خیلی درش مطرح میشه، سایبریای حکومت درش فعال هستن، سعی میکنن جواب سوالاتشون رو به روش‌های مختلف پیدا بکنن. ولی اگر به نظر من کسانی که فعال هستن در حوزه جنبش و در حوزه مسائل حقوق بشر در ایران یه گروهی تشکیل بشه که
متشکل از همه متخصصین در حوزه های مختلف حقوق بشری هست و به صورت خاص مباحث توسعه پایدار، و این عزیزم سعی بکنن مفاهیمی که مربوط به اهداف توسعه پایدار هست رو خیلی به زبان ساده و قابل درک از طریق رسانه هایی که در دستشون هست برای همه اقشار جامعه تعریف بکنن، در تشکیل دادن یک فهم جمعی و یک خرد مشترک جمعی بین مردم تاثیرگذار خواهند بود. یعنی هم سوالات مردم یه منبع درست پیدا میکنه تا جواب گرفته بشه. این گروه متشکل از متخصصینی هست که به اعتبار علمشون برای مردم قابل پذیرش هستن، نه به واسطه گرایش های سیاسیشون و یا اون ارتباطاتی که با ایدئولوژی یک گرایش خاص سیاسی دارن، بلکه به دلیل اعتبار علمیشون مورد در بین مردم پذیرش شده هستن. از یه طرف وقتی این عزیزان هم شعار زن زندگی آزادی رو برای مردم تعریف بکنن و هم در مورد اهداف جنبش روشنسازی توی ذهن مردم صورت بگیره، به زبان ساده این اهداف برای مردم تعریف بشه، هم در بسیج افکار عمومی و خرد جمعی در جهت اهداف جنبش تاثیرگذار خواهد بود، و هم یه تصویری از آینده جنبش به مخاطبان میده که ما چی میخوایم، یه تصویر کاملا قابل درک به مخاطبان میده. من از سردم خیلی خلاصه سعی کردم یه اشتراکی بین این دو تا صحبت عزیز شما کنم. باز برمیگردیم به شما و در یعنی سعی میکنیم این صحبت هامون 3 دقیقه 3 دقیقه باشه، و در 3 دقیقه بعد شما میتونید اون قسمت دیگه ای که از مبحثتون که دوست دارید باز کنید رو باز کنید. و من خوشحالم که شما امروز اینجایید، جناب شبگایی هم اینجا هستن، و مبحثی که گفتید من فکر میکنم کانون پتانسیلش رو داره برای اینکه ما بتونیم به افراد توانمندی که اینجا هستن، اگر بحث گفتمان سازی باشه، اگر بحث این باشه که بخوایم همچین کارهایی رو انجام بدیم، و دغدغه شما که من باهاش آشنا هستم، من فکر میکنم کانون دفاع از حقوق بشر با توجه به تجربیات مختلفی که من در جای مختلف داشتم بستر خیلی خوبی هست که ما بتونیم واقعا فارغ از ایدئولوژی ها و دیدگاه سیاسی به دغدغه های بشر و حقوق بشر و این مسائل بپردازیم، که امیدوارم در آینده بتونیم جلسات تخصصی تر و کوچکتری رو هم بذاریم و بتونیم به یه نتایج خیلی خوبی برسیم. من میبینم که سوسن عزیز هم تشریف آوردن در جمع ما هستم، خوشحالم که اینجا هستید و حتما به سراغ شما میایم و از تجربیات شما در مورد حق اعتراض و حالا اون تظاهرات 57 و همچنین نقطه نظراتون در مورد موارد دیگه هم میشنویم. میبینم که دوستان زیادی دستشون بلنده، خوشحالم که مشارکت میکنید. پروین محمدی عزیز رو دوستان مایک براشون آزاد کنید که بشنویمشون. سلام به همه همکاران عزیز و مهمانان گرامی. اول اینکه می‌خواستم یه چیزی که بگم، در سال‌های اخیر خب حکومت متأسفانه به نوعی همیشه سعی داشته روی زنان حکومت کنه، یعنی حکمرانی کنه، و متأسفانه زمان‌های قدیم این بوده که از طریق شریعت، از طریق دین، مردان هیچ وقت همراه با زنان نبودن. بله، همیشه زنان خواستار آزادی بودن، اما هیچ وقت ما همه مردان رو در کنار زنان نمی دیدیم. ولی این بار، و این باعث می شد که به نوعی اگر هم که یک تظاهراتی می شد متاسفانه به شکست منجر می شد، اما ما این بار خیلی خوب داریم، یعنی خیلی خوب داریم می بینیم که مردان هم دارن پا به پای زنان، در کنار زنان دارن حرکت می کنن، و این خیلی خوبه. چرا که ترس رو به جون این دولت انداخته، چرا که درس رو به این حکومت انداخته، و میفهمه و اینو میدونه که نمیتونه، شاید بتونه مثلا بگه که یک زن رو دیگه جای این نیست که یک زن رو بترسونه از خیلی چیزایی که تا حالا میترسونده. به نوعی الان خیلی 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 ترس حکومت بیشتر شده. اما اینکه ما باید چیکار کنیم، خب اطلاع رسانی خب چیزیه که ما داریم انجام میدیم، ولی متاسفانه توی ایران خیلی از رسانه ها بیشتر داره کار میکنه. فقط اطلاع رسانی توی چیز به نظر من خیلی خوبه که ما خیلی از شبکه های رسانه ای داریم توی خارج از کشور، میتونیم اونجا برنامه های آموزشی بذاریم. من نوعی نمیتونم، ولی اونهایی که میتونن، ما یک باید به نوعی ما اینجا هم یه هدف مشترک داشته باشیم، و به نظر من خیلی تأثیر عالی داره. اکثرا توی ایران حالا درسته ماهواره ها جمع میشه و به قول معروف دو، ولی نمیتونن، این بار دیگه نمیتونن، و این آگاهی رسانی از طریق رسانه ها خب خیلی آگاهی مردم رو به دیدشون رو عوض میکنه به نوعی.
و به نظر من یادم زمانهای قدیم مادرم همیشه اینو میگفت پای یه زن نباید اصلا به دادگاه و پاسگاه و اینا بره، در صورتی که چرا؟ چون آبروی یه زن میره و همین باعث میشد که همیشه یک زن سکوت کنه به خاطر تمام ظلم ها. حالا اون ظلم ممکن بود از همسرش باشه، از دولت باشه، از هر کسی باشه، زن مجبور به سکوت بود. و به نظر من این ترس، این سکوت شکسته. و اگر که خب کنار ما در کنارمون همسرانمون رو داشته باشیم، برادرانمون، پدرانمون رو داشته باشیم که دیگه بتونن تشخیص بدن که غیرت رو دین رو قاطی این مسائل نکنن و بتونن تشخیص بدن که اعتراضات واقعا ربطی به دین و مذهب نداره، دولت رو واقعا از دین جدا بگیرن. به نظر من این راه طولانی نیست، ما میتونیم دوباره به اون آزادی مطلق برسیم، فقط کمی متاسفانه این راه سخته. ما خیلی داریم بهای سنگین میدیم، ما جوانامون رو داریم از دست میدیم، نه تنها جوان، ما نوجوانامون رو داریم از دست میدیم و واقعا دردآوره. اما همینقدری که ما داریم درد میکشیم، اینو مطمئن باشین که ترس اونها بیشتر و بیشتر شده. اونها دارن قدرت رو از دست میدن و متاسفانه چون ترس دارن حملاتشون هم متاسفانه بیشتره. و امیدوارم، ما میگم امیدوارم همین تلاش ادامه پیدا کنه تا به اون آزادی برسیم. و اینکه این طرف هم میگم این طرف هم باید آره این طرف هم باید رسانه ها خیلی باید خیلی کمک بشه، از طرف رسانه ها، برنامه های آموزشی و اینها. سپاس از اینکه شنوا بودید. سپاس خانم محمدی عزیز. دوستان در 3 دقیقه سعی کنیم حالا تمرین کنیم موارد موضوعاتی که میخوایم رو بهش اشاره کنیم و اگر باز موضوعی بود در 3 دقیقه بعدی که بهتون تایم میدیم میتونیم به اون بپردازیم. خانم پارسای عزیز، تا اینجا صحبت ها رو شنیدید، اگر نقطه نظری دارید و میخواید این مبحث رو تکمیل کنید، ما میتونیم شما رو بشنویم و بعد بریم سراغ دوست بعدی. خیلی خوشحال شدم که صحبت دوستان رو شنیدم. در رابطه با صحبتی که دوست عزیزمون همین الان کردن، فقط یه نکته خیلی کوتاه میگم که ایشون تاکید کردن به روی جدایی حکومت از دین یا سکولاریسم یا به نوعی لائیسیته. این مثلا یکی از مسائلی هستش که به نظر من بسیار مهمه برای جنبش زنان، که زنان بدونن چه شکل حکومتی رو میخوان. چون شما وقتی که نگاه میکنین که تفاوت‌هایی که وجود داره در کشورهای دموکراتیک، اینجا مثلا لایسیته فرانسوی ما داریم، سکولاریسم داریم در کشورهای انگلیسی زبون، سکولاریسم داریم در کشوری مثل کشور آلمان، و در درون اینها در بسیاری از این کشورها مثلا در آمریکا هنوز مذهب و دین اینقدر جاپا داره و اینقدر جای مهمی داره که در کشوری مثل آمریکا ما یک عقب نشینی تاریخی می‌بینیم در رابطه با سخت جنین. ما به عنوان زنان فعال ایرانی باید بدونیم شکل حکومتی که می‌خوایم چه باید باشه تا بتونیم به مطالبات خودمون برسیم، که در 10 سال، 20 سال، 30 سال آینده نیاییم اول یه سری قانون ها بیاد و چون سکولاریسم ببخشید آبکی داریم دوباره مذهب برگرده و دوباره بیاد و حقوق زنان رو پایمال کنه. این بسیار بسیار مهمه. یعنی که وقتی که من صحبت از مطالبات زنان کردم، فقط مسئله مثلا حق طلاق داشتن و اینها نیست، بلکه باید به صورت کلان به این نگاه کرد که چه حکومتی میتونه حقوق و مطالبات زنان رو تأمین بکنه. خیلی ممنون. سپاس خانم پارسای عزیز، به درستی اشاره کردید به این نکته و ما از ساختار مردسالارانه دینی که عبور کنیم، یک ساختار مردسالارانه سکولار هم داریم که اون هم
باید دغدغه‌اش رو داشته باشیم و براش راه حل‌هایی داشته باشیم و برنامه‌هایی داشته باشیم اگر می‌خوایم به برابری و رهایی برسیم. من مونا احمد پور عزیز رو میبینم که دستشون رو بلند کردن، لطفا مایک رو براشون آزاد کنید و سوسن عزیز آماده باشید که بعدش ما بیایم سراغ شما. با سلام و درود خدمت همه دوستان و ممنون از خانم پارسایی عزیز. در مجموع صحبت ها برای خود من به شخص به عنوان یک جوان نسل جدید همیشه برای من سوال بود که چه اتفاقی افتاد، چی شد که مردم تونستن یه همچین استبدادی رو بپذیرن و اون چیزی که داشتن بذارن کنار و پذیرای این استبداد و این دیکتاتوری بشن. و فکر میکنم چیزی که به وجود اومده این بود که جمهوری اسلامی اول با دست گذاشتن روی اون چیزهایی که مشکلات مردم بود و اون چیزهایی که کمبودشون بود تونست یک جایی بین مردم پیدا کنه و بعد تونست با گرفتن اون چیزهایی که داشتن، کوچکترین حقهایی که داشتن، آزادی عملهایی که داشتن، یک دیکتاتوری رو به مردم القا بکنه و به نحوی مردم خل اصلاح شده بودن. ولی در حال حاضر چیزی رو میبینیم که با آگاهی رسانی هایی که شده، با دقیقا آگاهی رسانی و چیزهایی که داریم در سطح گستردهی در دنیا میبینیم، مردم به حق خودشون تا حدودی آگاه شدن و به خاطر همینه که در حال حاضر در سطح گسترده این جنبش رو میبینیم و حتی اون افرادی که آگاه نبودن و حتی دنبالش هم نبودن در حال حاضر پیگیر اینن و این نیاز رو در خودشون میبینن که بفهمن، درک بکنن و خواستار اون چیزی که حق طبیعیشونه باشن. و امیدوارم که این جنبش و این اتفاقاتی که در حال حاضر در حال رخ دادنه به نتیجه خوبی برسه و مردم بتونن به یه نحوی یک آزادی عمل و یک زندگی نرمالی رو بتونن تجربه کنن. مرسی وقتی که به من دادید. سپاس مونا عزیز، ممنونم از شما. سوسن از اگر دستتون رو بلند کنید که من بعد به دوستان بگم که مایک رو برای شما باز کنن. قبلش بریم سراغ سونیا. سونیا جان شما دستتون بلند بود، من نمیدونم یه لحظه فکر اومد پایین قبل از منو بود. اگر که قبل از منو بوده و من حق شما رو اینجا ضایع کردم، عذر من رو بپذیرید. میشنویمتون. سلام، وقتتون بخیر. من خواهش میکنم مشکلی نیست. من میخواستم فقط اشاره کنم به دوستانم، البته اشاره کردن که ما توی جامعه کاملا سنتی زندگی میکردیم که به واسطه حالا 40 سال حکومت دیکتاتوری که بود و یک جامعه جنسیت زده و کاملا یه آپارتاید جنسیتی به وجود اومد و حالا اون پیشینه مردسالاری هم اضافه کنیم در اون، باعث شد که زنها خیلی عقب نشینی کنن از موضوع خودشون. اما خوشبختانه سالهای اخیر میبینیم که با پیشرفت زنها، رشد فکریشون، آگاهیش رو بالا بردن، جامعه واقعا دگرگون شد. توی همین چند سال اخیر نگاه کنیم، دانشگاه ها توی یه رشته های اندازی مردها و توی رشته های حتی بیشتر از مردها پذیرش خانم داشتن، تا حتی اینکه توی بعضی از دانشگاه ها من میدونم که اصلا محدودیت ایجاد کردن برای ورود خانم ها، یه فهمیه خاصی گذاشتن براشون. اینو میتونیم خیلی خوشبینانه نگاهش کنیم که زنهای ما نسبت به زنهایی که حالا مادرای مثلا خودم، مادر خودم مثال میزنم، خیلی آگاه تر هستن نسبت به مسائل روز دنیا، نسبت به حق و حقوق خودشون. و خب این جای امیدواری داره. و همینطور که سخنران عزیزمونم گفتن، خیلی لذت بردم از شنیدن تجرباتشون. باید از همین اول در کنار تمام کسایی که حالا اومدن خودشون نماینده، وکیل یا هر چیزی معرفی کردن و دنبال این هستن که گذری داشته باشیم از این وضعیت فعلی و براندازی این حکومت دیکتاتوری، ما زنها در قالب افراد بیایم با هم متحد بشیم، تشکلهایی تشکیل بدیم و تشکلهایی هم هست، البته در قالب تشکلها بیایم ائتلافهایی رو تشکیل بدیم و خواسته هامون رو خیلی واضح، محکم و روشن به گوش بقیه برسونیم. اینو نذاریم برای مرحله بعدی، بهمون نگن مثل انقلاب قبلی نگن،
حالا شما بذاریم ما اینو کنار بذاریم، بعد به خواستهای شما میرسیم. خواسته هامونو همین اول محکم بگیم و با کسی همراه بشیم که واضح و خیلی روشن ما رو همراه ما و خواسته های زن بودن ما رو میفهمه و همراهی میکنه و اعتقاد داره. وقتی به کسی مثلا میخواییم اعتماد کنیم توی این مرحله از زندگیمون، بیاییم به پیشینه خانوادگیش هم نگاه کنیم، ببینیم آقای ایکس داره مثلا الان فعالیت میکنه، خانوادهش، خانومای خانوادهش الان در کجای این دنیا چه کاری کردن، چه فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هر چیز انجام دادن. چون اون نشون میده که افکار اون خانواده چجوری بوده، افکار اون تشکل، حالا نمیدونم شاهنشاهی خواها، مشروطه خواها، کسایی که الان اومدن حالا یا ادعای دارن یا اینکه توصیه‌ای دارن یا هر چیزی که دارن، به اون افراد نگاه کنیم در صدرشون، ببینیم رهبرای اونا تا حالا خانواده خودشون چی کار کردن. این خیلی برای ما مهمه که از حالا بدونیم با کی طرفیم. من خواستم همین رو بگم و اینکه از سخنرانمون هم صداتون قطع شد کمی سونی عزیز، بتون خواسته هامون به گوش بقیه یکم صحبت کنن، یکم اطلاعات به ما بدن. ممنون. سپاس. من آخر صحبتتون چند ثانیه آخرم نشنیدم، اگه دوباره تکرار کنید که اگر سوالی داشتید که خانم پارسای عزیز قرار باشه کامنتی بذارن یا پاسخی بدن. دوباره تکرار میکنید چند ثانیه آخر صحبتتون رو؟ خب فکر کنم اینترنتشون مشکل دار شد یا به هر دلیلی. خب سوسن عزیز خوش آمدید، خوشحالم که در جمع ما هستید. ما شما رو میشنویم و بعد بریم سراغ بقیه دوستان. دوستان اگر خانم رخش، سوسن رخش رو که با این نام هستن، دستشون بارنده مایک رو براشون باز کنید، من ممنون میشم. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران عزیز و مهمان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم صدای من رو داشته باشید. بله بله سوسن عزیز، البته یک سوسن دیگه هم هست، خوشحالم شما رو میشنویم و بعد مهمان دیگه‌مون رو اسمها شباهت داشت میشنویم شما رو. بله متوجه این تداخل شدم، من ترجیح میدم اول ایشون صحبت کنن بعد من صحبتم رو خدمتتون میگم. اصلا بفرمایید، مشکلی نیست، ما میشنویم شما رو و بعد هم آره ادامه بدین صحبتتون عزیزم. بله. مشکلی نیست. ممنون خانم محمودی عزیز. من اول اینکه عذرخواهی میکنم اگر گاهن وسطش صدای من قطع شد، من از ایران خدمتتون هستم و اینترنت اینجا خیلی قطع و وصلی داره و امکان بروز چنین اتفاقی هستش. دوم اینکه از حق اعتراض صحبت شد، از تبعیض جنسیتی که ناخواسته بعد از انقلاب 57 و با توجه به سیاست‌هایی که دولت پیشه کرد وارد بطن قانون شد و خانم شیوایی عزیز از تجربیاتشون در دوران 57 گفتن. من زمانی که دانش آموز بودم ایران، 11 سالم بود یادمه، با یکی از همین موارد مواجه شدم و از اون زمان بود که در واقع در ذهن من سوالاتی ایجاد شد که اصلا چرا اسلام و چرا به این شیوه، و اون تبعیضی که وارد قانون شده بود رو میخوام در گذار این خاطرهه که میخوام تعریف کنم در واقع بیانش کنم. یک زمانی بودش که میومدن توی، من زمان دوران راهنمایی بودم، به ما میگفتن که شما نباید از زیورآلات زنان استفاده کنن و استفاده از زیورآلاتی که مثل علنگو در مقابل چشم نامحرمان باشه در واقع باعث حالا اون افکاراتی که خودشون دارن در مقابل چشم یک مرد اتفاق بیفته و اون مرد اون زیورات یک زن رو ببینه. میمدن به ما میگفتن یا باید علنگوی خودتون رو در بیارین یا از ساق دست استفاده بکنین، و من یادمه که دانش آموزی که یادش شده بود از ساق دست استفاده بکنه و علنگوش رو سر صف دیده بودن، علارغم این که اصلا ما در داخل محیط مدرسه اصلا مرد نداشتیم، یعنی ما اصلا معلم مرد نداشتیم، فقط یک نگهبان مدرسه بود که ایشون اصلا از همون کیوسک نگهبانی دم در اصلا خارج نمی شد. یعنی
عملا ما در داخل محیط مدرسه مردی نبود، یادم با انبر طلا فروشی علنگوی این دختر خانم رو قیچی کردن و من هنوز یادم گریه هاش، خواهش هاش که به مدیر مدرسه‌مون میکرد. و بعد از اون اتفاق من برام سوالاتی ایجاد شد، دنبالش رفتم و وقتی که دیدم واقعا نمیشه به این سوالات پاسخ داد، میتونم بگم که واقعا اسلام رو یک دین منزجر کننده و یک چیزی که توی این همه سال که زندگی کردم هیچ وقت ازش وجهه خوب و چهره خوبی ندیدم و این در واقع اتفاقی بود که افتاد. و اون قسمتی که آدم رو عصبی تر میکنه، این در واقع تبعیضی هستش که وارد بطن قانون شده. جالبه که خانواده این دختر رفتن معترض شدن و پاسخی که رئیس اداره آموزش و پرورش به خانواده این دختر خانم داده بود این بود که این قانون مدرسه است و شما باید تابع این قانون باشید. به نظر من همه قوانین عادلانه نیستن و نمیشه آدم تابع هر قانونی که من درآوردی هستش بشه. ممنون از این که مایک رو در اختیار من قرار دادید و شنوا بودید. درود، درود بیکران به شما سوسن عزیز که از ایران با کندی اینترنت و هر طور شده اومدید کنار ما بودین و تجربتون رو با ما در اختیار ما قرار دادین و نقطه نظرات بسیار بسیار خوبی که مطرح کردین به شخص بسیار مشعوف و خوشحال شدم. خیلی خرسندم از این که میبینم از ایران هم کسانی در کنار ما در این اتاق هستن. خانم پارسایی عزیز، اگر شما کامنت و صحبتی دارید، به خصوص که دوستمون گفتن خانم پارسایی عزیز لطف کنن در مورد تشکل‌ها و فعالان زنانی که در حال حاضر در کنار گروه‌های سیاسی فعال هستند اطلاع رسانی کنند. اگر نکته‌ای دارید اینجا میتونید مطرح کنید که بعد بریم و دوستان دیگر رو بشنویم. من اگه اجازه بدین یک کامنت کوچیک داشتم در رابطه با صحبت دوست عزیزمون. فکر میکنم هر دو دوستمون اسمشون سوسن بود. یکی سونیا اولی دوست. سونیا بله سونیا. ایشون گفتن که اگه درست من متوجه شده باشم که بعد از اتفاقی که سال 57 افتاد زنان خیلی عقب نشینی کردن. این چیزی که من جمله رو نوشتم امیدوارم درست متوجه شده باشم. من در این باور هستم که از تظاهرات سال 57 تا امروز زنان ایران به هیچ وجه عقب نشینی نکردن. برعکس، تمام زنان، چه زنان فعال، چه زنان سیاسی و چه زنان معمولی ایرانی، به طور مداوم آنجایی که میتونستن مقاومت کردن. مثلا همون چیزی که من برای شما تعریف میکردم، میگفتم از روسری یک تار مو بیرون میگذاشتیم، این یک تار مو بیرون گذاشتن رو که من میکردم، خواهرم، مادرم، همه اینها این کار رو میکردن به خاطر نگفتن به جمهوری اسلامی بود. همه نمیتونستن به جمهوری اسلامی برن به صورتهایی که مثلا فعالین سیاسی این کار رو میکردن یا فعالین زنان این کار رو میکردن بکنن. و زنان به نظر من از این سال 57 تا امروز این مقاومت رو کردن. از یک نسل به نسل دیگه این سنت رو، سنت مبارزه رو دادن. دوستان و جوانان عزیز ما که امروز اینجور در خیابانها فریاد میزنن زن زندگی آزادی، به باور من اونها این مشعل رو در دست گرفتن و اونها این انقلاب رو رقم زدن. اما پشت این انقلاب سه نسل زحمت کشیده، تمام مادران خانه‌دار یا تمام مادران شاغلی که دختران خودشون رو به هر ترتیبی شده بهشون حالا تشویقشون کردن که اینها بتونن تحصیلات عالیه بکنن. ما الان در ایران زنانمون، دخترانمون، وقتی که شما چیزای بین المللی رو نگاه میکنین در آموزش، ما زنان تحصیل کرده خیلی درصدش بالاست. و من فکر میکنم این یکی انواع مختلف مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی بوده
و این وضعیتی که امروز ما داریم زندگی میکنیم که به نظر من یک رنسانس هست که داریم زندگی میکنیم، این از مقاومت این سه یا چهار نسل میاد و من شخصا به عنوان یک زن ایرانی بسیار مغرورم و بسیار ممنونم از تمام این زنان که هر جایی که ایستاده بودن مقاومت کردن. من نمیگم آسیب نخوردن، من نمیگم زود به اهدافشون رسیدن، اما از مقاومت دست بر نداشتن و امروز نتیجه این مقاومت انقلاب زن زندگی آزادی است. این اولین چیزی که میخواستم بگم. دومین مسئله که میخواستم ازش صحبت بکنم، صحبت خانم سوسن در رابطه با تبعیض قانونی شده که من اسمش رو میذارم آپارتاید جنسیتی. درست همون اتفاقی که در آفریقای جنوبی میافتاده برای رنگین پوستان، در ایران در رابطه با زنان افتاده. زنان مثلا فضاهای زنان رو با مردان از هم جدا میکنن، یا زن رو مجبور میکنن که از بسیار از حقوق خودشون بگذرن. در این قانونی کردن تبعیض، چیزی که قابل توجه هست اینه که حقوق فردی و انسانی زن جرمنگاری میشه. یعنی من اگر که حق من این هست که پوششم رو خودم انتخاب کنم، اونطوری که میخوام مثلا لباس بپوشم، این میتونه جرم پنداشته بشه، من باید براش مجازات بشم. اینجاست که ما میتونیم از آپارتاید صحبت بکنیم و اینکه در وقتی که از حقوق اساسی و حقوق فردی انسان صحبت میکنیم، هیچ وقت در جهان آزاد حقوق فردی و انسانی نمیتونه جرم انگاری بشه و این در واقع سوء استفاده از ابزار قانون از طرف جمهوری اسلامی هست که اینها رو در واقع حقوق فردی و انسانی رو جرم انگاری میکنه. در رابطه با تشکلات زنان بسیاری وجود دارن که فکر کنم دوستان حتما میشناسن، اما چیزی که من در ذهنم بود وقتی که صحبت کردم در رابطه با اتحاد زنان، در واقع به گونه ای وصل کردن تشکلات مختلف زنان که در زمینه های مختلف کار میکنن و حتی وصل کردن اونها از یک طرف، اما از طرف دیگه به گونه حساسیت سازی کردن در بین تمام زنان که فعال باشند نباشند، در یک تشکل باشند یا نباشند. اون چیزی که من ازش صحبت میکنم اینه که باید ما دور هم جمع بشیم و در رابطه با این مطالبات، در رابطه با حکومتی که میخوایم، باید بدونیم دقیقاً چی میخوایم، که فردایی که مجلس مؤسسانی به وجود میاد، فردایی که ائتلافی به وجود میاد، ما باید بگیم ما زنان ایران خواهان یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، ما اینها رو میخواییم و این خواست ما، خواست خودمون رو تحمیل باید بکنیم. یعنی ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم. ما در دنیای مرد سالارانه زندگی میکنیم و حقوق ما رو با در کنار ایستادن به ما نمیدن، بلکه در وقتی که مجموعه بشیم، وقتی مطالبات خودم رو بدونیم، اون موقع میتونیم حداقل اون رو ابراز بکنیم، اون رو بخوایم و بعد اگر که بهمون ندادن براش بجنگیم. خیلی ممنونم. سپاس خانم پارسای عزیز از توضیحات کامل و خوبتون. خانم سوسن رخش عزیز رو اگر مایک برشون آزاد کنید میشنویمشون. صدای من میاد؟ بله بفهمید. خب سلام عرض میکنم خدمت همتون، به خصوص خدمت خانم پارسایی. من متاسفانه دیر رسیدم خونه و صحبتهایشون فقط چند جمله آخر رو شنیدم، سعادت نداشتم. ولی بحث شما خیلی برمیگرده به نسل ما، نسلی که نسل انقلاب بود و این سوال برای نسل بعد خیلی مطرحه. تو 3 دقیقه توضیح دادنش خیلی سخته،
ولی اگر خیلی مختصر بخوام بگم، ببینید ما از دهه 70 داریم صحبت میکنیم. حتی برای من جامعه شناسی که امروز جامعه شناس هستن، خیلی از مباحثی که امروز ما در جامعه شناسی داریم هنوز اون موقع ها نبود. مباحث جنبش اجتماعی، جنبش های مدنی، بسیاری از این مباحث روشون کار نشده بود و ما امروز انقدر آگاهیمون نسبت به این مسائل سیاسی و اجتماعی بیشتره که خیلی بهتر با دید بازتری میتونیم مسائل رو ارزیابی بکنیم. اون موقع ما از جنبش هیپیگری آمریکا میومدیم، ما از جنبش آزادی بخش ضد امپریالیستی میومدیم. اینها مسائل عمده اون زمان بود که چه جنبش چپ چه جنبش راست همه تحت تاثیر این مباحث قرار گرفته بودن. شما تصور بکنید که جنبش مذهبی، جنبش اسلامی، جنبش آزادی بخش مطرح میشد، نه جنبش تروریستی. اون موقع اصلا کلمه وجود نداشت. وقتی که سازمان عمل در فلسطین تشکیل شد، این سازمان به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های آزادی بخش در دنیا سمبول شد، در حالی که یه سازمان اسلامی بود. همون دکتر چمران یکی از بنیانگذارانش بود که تو جنگ ایران عراق کشته شد. و شرایط زمانی بسیار بسیار متفاوت بود. و از طرف دیگه ما زنان ایرانی، من همیشه این اصطلاح رو به کار بردم، باور کنید مغز خر نخورده بودیم. ما اگر میدونستیم که اون چه داریم براش میجنگیم اولش خود ما رو زیر ضرب خواهد برد، من شخصا خودم قلم پامو میشکستم، از در خونه نمیرفتم بیرون. همیشه اینو گفتم، شما صحبتهای آقای خمینی و دیگران رو قبل از پیروزی، قبل از 22 بهمن و بعد از 22 بهمن با هم مقایسه کنید. ضمن اینکه جامعه ما اون زمان فقط 30% باسواد داشت، باسواد دانشگاهی داشت. سطح سواد جامعه پایین بود و سطح مذهب در ایران بسیار قدرتش بالا بود. مذهب رو به عنوان یک چیز مترقی میدیدن. شما بارها به خسرو گل سرخی توهین میشه به خاطر حرفایی که زده شد. باید اون حرفا رو در اون مقطع زمانی بررسی بکنید و ببینید چرا. من میدونم برای نسل امروز توضیح این مسائل خیلی مسخره است، به خاطر اینکه انقدر آگاهیشون بیشتره و انقدر مسائل گسترده بازه که نمیتونن بپذیرن، ولی برای نسل منی که اون روز نسل نوجوان بودم، امروز خیلی قابل درکه که ما این پروسه رو چجوری اومدیم به اینجا رسیدیم. من خودم تو تظاهرات 8 مارس روز سال 1979 بودم به عنوان یک نوجوان، در اون تظاهرات شرکت داشتم، شاهد عینی بودم. شما فکرشو بکنید بعد از اون انقلاب با اون عظمتی که تمام مردان به دنبالش بودن، ما زنا حالا بین 50,000 تا 100,000 اختلاف نظره، ما تمام خیابونای تهران رو پر کردیم. یعنی از میدون از میدون فوزیه تا با میدون آزادی پر زن بود. یعنی این شهامت رو داشتیم که بیایم تو خیابون و اعتراض بکنیم، برای اینکه واقعا شوکه شده بودیم، واقعا هممون شوکه شده بودیم. یعنی تنها چیزی رو که اصلا تصورش رو نمی کردیم این که ما رو دوباره روسری سرمون کنن، دوباره اون حق و حقوقی رو که مادران و مادر بزرگهای ما سالیان سال جنگیده بودن تا به دست آورده بودن، در یک روز از ما بگیرن. همون اصلا به ذهن ما نمی رسیدیم و اینقدر شوکه شده بودیم که هاج و واج مونده بودیم چه اتفاقی داره میفته. با این همه خیلی سازماندهی شده اومدیم تو خیابون. و برای نسلی که میگه اون نسل هیچ کاری نکرد، دوستان نه، زنان ایران همونجور که خانم پارسایی گفتن به خوبی توضیح دادن، از همون روز اول جنگیدند، از همون روز اول پی خیلی چیزها رو به تن مالیدند. یعنی من تو خیابون وقتی میرفتم، وقتی میگفتن یا روسری یا توسری، شوخی نمیکردن، واقعا توسری بود. توسری هم نبود، زندان و شلاق بود. و ما به تن، خیلی از ماها به تن میخریدیم، براش مبارزه میکردیم و این مبارزه ادامه پیدا کرد، افت و خیز داشت، شکلای مختلف به خودش گرفت بر مبنای زمان و شرایط، ولی هرگز زنان ایران استوب نکردن. اگر امروز ما جنبشی داریم با شعار زن زندگی آزادی، ثمره این 40 ساله یک شبه به وجود نیومده.
ما با جامعه روبرو هستیم دوستان، درست نسل جوان مردان ما امروز همصدا شدن تو خیابون این زن زندگی آزادی رو شعار میدن، ولی این به معنای این نیست که یک شب مرد سالاری در جامعه ما از بین رفت. همون مردانی که در خیابون میان شعار میدن، اگر تو سوشال مدیا اینا رو ببینی، به مردان مذهبی میگن بیناموس، به زنانشون فوش میدن، به مادرانشون فوش میدن، به خود اون طرف توهین نمی کنن. وقتی بهش توهین میکنن، مادرش رو زیر زر میبرن به صورت جنسی، همسرش رو زیر زر میبرن، و این نشونی ارتجاع مردسالاران است. به این سادگی فکر نکنیم که مردسالاری در جامعه ما از بین رفت. مردسالاری اونقدر ریشه عمیق در، نه تنها در ایران، من تخصصم منطقه خاورمیانه است، اونقدر ریشش عمیقه که مبارزه ما زنان خیلی خیلی سخت‌تر از اونی که تصور میکنید. اگر فکر میکنید شاید من آدم بدبینی باشم، شاید به خاطر تجربیات زندگی بدبین شده باشم، ولی اگر تصور میکنید که با یک شعار ما یک تحول بزرگ به وجود آوردیم، هنوز به وجود نیومده، هنوز در حد عمل نرسیده. ما به اونجا باید برسیم. الان وظیفه ما اینه که حتی دیگه مرد پاسدار وقتی میخوان فوش بدن، وقتی من تعجبم از اینه که زنان ما این کار رو میکنن، حتی در خارج کشور اگر یک نفر رو گیر بیارن بخوان بهش فوش بدن، همه فوشاشون ناموسی به خانم به زناشونه. این خیلی ارتجاعیه، بسیار ارتجاعیه، و به همین دلیل ما راه، به اعتقاد من ما راه درازی در پیش داریم، راه خیلی طولانی. من با خانم پارسایی خیلی موافقم که ما باید جمع بشیم. من قبلا هم صحبت کردم، در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای عربی، در مقاطعی که یک حرکت حساس داره اتفاق میفته، جنبش‌های سازمان‌های زنان خیلی زرنگن در ایجاد ائتلاف. حالا نه اتحاد، بین اتحاد و ائتلاف فرق هست. اینها رو ما باید روشون کار بکنیم. اینها میان ائتلاف درست میکنن بر سر اون مسئله خاص، در اون مقطعی خاص با هم ائتلاف درست میکنن و با این ائتلاف صدای خودشون رو خیلی قوی تر میکنن. در مصر این برای مثال این خیلی تجربه شده و تونستن در یه مقاطع خیلی موفق باشن. من الان از این ائتلاف صحبت میکنم. ما گروه های زنان داریم، کمپین ها داریم، چه در داخل چه در خارج. من میدونم در داخلم زنان دارن خودشون رو سازماندهی میکنن، ولی به دلایل شرایط داخل مخفیانه کار میکنن، ولی در خارج کشور ما بهتر و بازتر میتونیم کار بکنیم. ما احتیاج به یک ائتلاف داریم، نه اینکه فقط بخوایم خواسته های خودمون رو به مطرح بکنیم. نه، ما زنان به عنوان اعضای جامعه میخوایم در رهبریت جامعه باشیم. فقط نمیخوایم بریم به مردم بگیم خواسته های ما اینه، شما باید خواسته های ما رو بپذیرید. نه، من میخوام در رهبریت بشینم، حتی در خواسته هایی که غیر از خواسته های زنان هست تصمیم گیرنده باشم. چرا باید مردان فقط تصمیم بگیرن؟ اینو ما باید تمرین بکنیم. ما باید در پارلمان آینده حق برابر داشته باشیم. در کشورهای اروپایی برای اینکه بتونن این تساوی رو ایجاد بکنن، برای یه دوره اومدن یک سیستمی گذاشتن به اسم سیستم کوته. احتمالاً خانم پارسایی میدونن در این مورد. سیستم کوته مشخص کرد، برای مثال، مثلا من در کشور نروژ زندگی میکنم، در یه دوره گفتن چه حد اقل 40% کرسی های پارلمان متعلق به زن هست. چه رأیشون از مردها پایین تر باشه چه بالاتر باشه، 40% بین خود زنها، اونهایی که بالاترین رأی رو آورده بودن، کرسی ها مال اونا بود. برای اینکه بتونن این رو در جامعه ایجاد بکنن که زنها هم حق دارن در تصمیم گیری های کلان جامعه نقش داشته باشن. امروز ما میبینیم 50% وزرای ما زنن در کشورهای اسکاندیناوی. ما نخست وزیرهای زن داشتیم، از اینجاها شروع شد، برای اینکه اومدن رو این کار کردن. و اینها رو ما باید، این تجربیات رو یاد بگیریم و در فردای ایران باید برای این مبارزه بکنیم. من به نسل جوان میگم، من نسل من شاید گذشته امروز، من به عنوان یک محقق فقط میتونم اظهار نظر بکنم، ولی نسل شراره جان و اونهایی که امروز نسل جوان ایران هستن، رو این کار بکنید که ما فقط نمیایم برای
حقوق زنان مبارزه بکنیم. ما میخوایم نقش برابر در جامعه آینده ایران، در سیستم سیاسی ایران، در سیستم مدنی و در سیستم قضایی ایران داشته باشیم. همونقدر که قاضی مرد انتخاب میشه، قاضی زن هم انتخاب بشه. اینا رو باید روشون کار بکنیم. اینها رو باید در جامعه زنان ما روش تمرین بکنیم. برای که مدام ما میگیم که ما در آینده میخوایم بریم بگیم ما این حقوق رو میخوایم. خیلی خوب، میگه اوکی بهت این حقوق رو دادم، حالا برو کنار، بذار بقیه تصمیمات رو من بگیرم. نه. ممنونم. ما باز به شما برمیگردیم اگه اجازه بدین، به خاطر بسیار بسیار شما هم کارشناس هستید و صحبتاتون و نقطه، حتما ما یک جلسه باید شما رو دعوت کنیم مخصوص. من الان به دوستان حواسمون به این باشه که بیاید و از به عنوان سخنران ویژه بشنویم صحبت‌ها و نقطه نظرات شما. نیاز داریم، واقعا نیاز داریم به این مبحث. من تشکر میکنم، دوباره ما برمیگردیم به شما. شما میتونید دستتون رو بلند کنید که دوستان رو که شنیدیم در حالا 3 دقیقه بعد شما رو بشنویم. خانم پارسایی عزیز، اگر شما نقطه نظری روی صحبت‌های خانم رخش دارید بفرمایید. اگه می‌خواید، اگه اجازه میدین که ما دو تا از دوستان هستن اونا رو بشنویم و بعد شما حالا کامنت رو بذارید. حتما. ممنونم ازتون. خانم ایزدی، من می‌بینم دستشون بلند. دوستان اگر مایک رو براشون باز کنید ممنون میشم. سلام مجدد. من می‌خواستم در ادامه صحبتام بگم که هنوز خانواده‌ای هستن که تعصب زیاد دارن، هنوز فکرای در مورد این چیزا داشتن. و اینکه می‌خواستم برای این شعار زن زندگی آزادی یه چیزی بگم. به مجردی که میگیم ما زن یعنی مادر که ما رو به دنیا آورده و بعدش به همسر و دختر میرسیم. و بعد میگیم زندگی. زندگی هم که حق مسلم ما که برای هوای سالم، زندگی سالم و آزادی هم که همون حق بیانه، حق پوششه. به نظر من این بهترین شعاریه که اصلا نباید از اون به این راحتی ها بگذاریم. و حتی الان که خود حکومت مثل خانم خزعلی که اومده گفته این شعار ماست، بیان ببینن آیا این مغایرت داره نداره، آیا زنان برابری دارن، آیا آزادی پوشش و بیان دارن، آیا زندگی سالم دارن، خودشون اینا رو مقایسه کنن و بیان یک صدا بشیم و این نقص های حقوق بشر رو که من خودم خیلی وقت نیست آشنا شدم باهاش، بیان اینا رو مقایرت کنن ببینن و یه خورده از آگاهیشون به آگاهیشون زیاد. نسل امروز که خیلی آگاهیشون زیاده خدا رو شکر، نیازی به این چیزا ندارن، ولی هنوز قشای خاکستری هستن، هنوز خانواده‌های خیلی تعصبی هستن که من سراغ دارم که با وجود که خواهرم در زندان بود خیلی وقت نیست که آزاد شده، با این تعصب و افکارای پوسیده خود دارن تحت فشار میذارن، اذیت میکنن. و من میخواستم از این طریق بگم که بیاین اینا رو مقایسه کنیم و ببینیم که این حق مسلم هر آدم زنده ایه، حالا زن و مرد نداره، اینا همش برابریه. این چیزی هست که به ما قبولوندن. ممنونم که به من گوش دادیم. سپاس خانم زینب ایزدی عزیز و خواهرتون زهرا ایزدی که در اعتراضات اخیر بازداشت شدند. دختری بسیار بسیار شجاع که هزینه های زیادی رو هم متحمل شدند در زندان. و واقعا از اون جوی که شما گفتید و از اون خانواده، زنان مبارزیتون شما و خواهرتون که الان در میدان دارید می جنگید برای رسیدن به این آزادی و برابری، خب نشونهای خیلی خوبه. واقعا بهتون تبریک میگم و خوشحالم که افرادی چون شما در جمع ما هستند. خانم پگا ستایش عزیز دستشون بلنده، لطفا مایک رو براشون باز کنید تا بشنویمشون. سلام میکنم خدمت همه همکاران و تشکر میکنم بابت صحبت ها و سخنرانی های زیباتون.
من با کل سیاست جمهوری اسلامی مخالفم، از حجاب گرفته تا مورد آخر که در مجلس به رأی گذاشته شد و دختران و زنان ایران برای خارج شدن از کشور فشار بهشون بیشتر از قبل شد. الان چند ماهه که زنان و دختران ما به خاطر آزادیشون به خیابان‌ها اومدن، ولی جمهوری اسلامی کاملا بی تفاوت راه خودش رو با مجازات‌های سنگین ادامه داره میده. واقعا تحمل این شرایط سخته، چون خودم هم این شرایط رو گذروندم و در کل امیدوارم که این انقلاب زن زندگی آزادی پیروز بشه. ممنونم که وقتش رو به من دادید. سپاس پگاه عزیز از اینکه با ما بودی و نقطه نظرت رو با ما در میون گذاشتی. جناب شفایی دستشون برنده. دوستان لطفا مایک رو باز کنید تا بشنویمش. سلام دوستان، خسته نباشید. خیلی ممنونم از هم دوستانی که به عنوان سخنران اومدن، هم دوستان دیگه که در صحبت مشارکت کردن. من در مجموع یک برداشتی داشتم از صحبتهایی که اتفاق افتاد. برام جالبه که بگم خیلی خوبه که بتونیم تیم بشیم، خیلی خوبه کار مشترک بکنیم، خیلی خوبه که بتونیم اهداف و مسائلمون رو بازگو کنیم و عنوان کنیم. اما یه چیزی که هم در انقلاب قبلی و در هم حرکتی که الان داره اتفاق میفته ضرورت داره روش کار بشه، بحث آگاهی است. یعنی منی که مال نسل قبل هستم و در خود انقلابم حضور داشتم، عدم آگاهی باعث شد که جامعه نتونه مسیر خودشو بره. این عدم آگاهی هم برمیگرده به این که منی که به عنوان یه فردی که تحصیلات عالیه داشتم، در دانشگاه درس خوندم، در زمان پهلوی درس خوندم، هنوز به این سیماده اعلام جان حقوق بشر آشنایی نداشتم و نمیدونستم اصلا حقوق بشر چیست. در زمان دانشگاه فقط سیاه‌کل میشنیدیم، فقط خانه های تیمی میشنیدیم و چه میدونم این ساز میزنه، حالا ساواکی منظورم این مثلا این چنینی بود، یا در گوشمون میگفتن که یه پیام از خمینی اومده بدون که اصلا بدونیم خمینی کیه و چیه. اینا اون مسائلی بود در اون دوره پهلوی من گذروندم و بعد که انقلاب شد سال 57 تازه من بعد از اینکه خود شاه اعلام کرد که من از این به بعد حقوق بشر رو رعایت خواهم کرد، در مرداد سال 1357 من رفتم دنبال این که این حقوق بشر چیست. اون موقع هم که مثل الان این گوگل نبود که بزنی حقوق بشر همه چی بهت نشون بده، که به این زنگ بزن، به این وکیل، به اون وکیل زنگ بزن، تا تونستیم در آبان ماه فهمیدیم که این حقوق بشر بابا 2 صفحه 30 تا ماده داره، بشینی ماده ها رو بخونی احساس میکنی یه حقوق ذاتی داری، یه حقوق شهروندی داری. همین. و این حدود 30 سال از ما دور بود، یعنی به من یاد نده نشد، اما تا دلتون بخواد به من درس عربی دادن. از دبستان، دبیرستان، در دانشگاه من عربی خوندم. شما هم که مال این نسلین همه تون عربی خوندین. یعنی میخوام بگم که اینا اشکالاتی بود که در اون زمان وجود داشته و باعث شد ما در ناآگاهی حضور داشته باشیم. اما خوشبختانه این نسلی که الان معروف به دهه 80ه یا دهه 70ه هستن، اینها دیگه گوگل دارن، اینا دیگه اینترنت دارن، دیگه قایم نمیشه. من اگر که سال 1324 آقای خمینی کتاب نوشته بود راجع به ولایت فقیه، من اگر در دانشگاه این کتاب خونده بودم، خب مطمئنن دیگه در انقلاب نمیگفتم جمهوری اسلامی، قاعدتا نمیگفتم. یعنی اینا عدم اون آگاهی ما بوده. الان هم تمام تلاشی که ما انسان ها، چه بچه هایی که در حقوق بشر کار میکنن، چه در سازمان های سیاسی کار میکنن، من پیشنهادم اینه که فقط آگاهی بدیم. برای دوستانی که میخوان زندگیشون رو ادامه بدن نسخه نپیشیم، نگیم بهشون آقا بریم جمهوری بشیم، بریم این بشیم، بریم اون بشیم. آگاهی بدیم، بزنین خودشون با فکر خودشون کار کنن. کمان که الان همین بحث زن زندگی آزادی که الان من افتخار میکنم بهش، خود این عملا از خود جامعه روش کرد، یعنی خود مردم انتخاب کردن. حالا بماند یه عده اومدن وکالت میدن، وکالت رو نمیدن، بحث رو عوض کردن، اصلا جریان زن زندگی آزادی رو به یه شکل دیگری دارن نگاه میکنن.
اینا رو در داخل کشور خودشون میدونن و ما هم باید تلاش بکنیم به عنوان فعالین حقوق بشر سعی کنیم چه بخش زنانه، چه بخش کودکه، چه سایر بخشای حقوق بشر، ما باید سعی کنیم آگاهی فقط به مردم بدیم، مردم آگاه بشن خودشون تصمیم بگیرن، دنبالی نباشیم بگیم که دین نذاشت، اون نذاشت، این بیاد، اون بیاد. اینا اصلا ارتباطی به نوع نگاهی که ماها میخوایم داشته باشیم نداره و تلاشمون در این باشه که مطالعه کنیم، آگاه بشیم، آگاه کنیم و سلام. این میتونه آینده ما رو برای یک زندگی سالم تضمین بکنه. بله، با اومدن یک نظام دیگر، با اومدن یک گروه دیگری، اومدن با یک افراد دیگری بخوان بشینیم فکر بکنیم راجع بهش، داریم ترمز میکنیم. اینه که من خواهش میکنم دوستان، الان من یه مثال کوتاه بزنم، میخوام زیاد صحبت نکنم، یه مثال کوتاه بزنم. تا یک ماه پیش ما خبرها رو که میخوندیم مدام راجع به مسائل روز جامعه بود، اتفاقایی که میفتاد. الان توی اینستاگرام، فیسبوک، توییتر که میری، یکی میگه رأی میدم، 10 تا میگه رأی میدم، 10 تا میگن ما رأی نمیدیم، بعد این به اون یه چیز، اون به اون یه چیز دیگه. یعنی تمام انرژی ما داره میره به هوا، در صورتی که ما الان وقتشه که همون زن زندگی آزادی که هم مفهوم واقعی یک انسانو داره، بتونیم ما راجع به حقوق ذاتی و حقوق شهروندی کار بکنیم و بتونیم رو به جلو بریم که دوستانمون هم دیگه دنبال تبلیغات فردی و گروهی نباشن. من ببخشید دیگه کمی طولانی شد صحبتم، عذرخواهی می‌کنم. سپاس از حضورتون، از صبوریتون و از نقطه نظرات بسیار بسیار ارزشمندتون جناب شفایی که با ما در میون گذاشتید. دقیقاً به شخص معتقد هستم که ما قبل از اون که به انقلاب سیاسی نیاز داشته باشیم، به یک انقلاب فرهنگی نیاز داریم و این انقلاب فرهنگی در خودش همون بحث آگاهی که شما گفتید، آگاه شدن افراد نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، نسبت به سند ایسی یونسکو، خوندن این کنوانسیون ها و یک شهروند، یک شخص اگر بدون آگاه بشه نسبت به حق حقوق خودش، میتونه مطالبه گر باشه و میتونه تشخیص بده که چه کلید واژه ها رو میتونه بشناسه و از اون کلید واژه ها بفهمه که چه کسی قراره چه مسیر رو طی کنه و چطور میتونه انتخاب بهتری رو داشته باشه برای پرده خودش. خانم پارسایی عزیز، میشنویم نقطه نظرات شما رو و بعد میریم سراغ بقیه دوستان. من سعی میکنم نظرم رو در رابطه با مسئله مختلفی که گفته شد، دوست عزیزی که بسیار زیبا گفتند که کانتکست، شرایط اون زمان با شرایط امروز بسیار متفاوت بود و به همین دلیل دوستان جوان ما نمیتونن تصور بکنن که در اون شرایطی که همطوری که دوستان گفتند اینترنت نبود، آگاهی، حداقل اطلاعات، نه آگاهی، اطلاعات به این صورتی که امروز در دسترس همه هست نبود و کانتکست اون موقع کانتکستی بود که همه این نسل قدیم رو به سوی این انقلاب کشوند. اما یک مسئله مهم دیگری هم وجود داره غیر از کانتکست، میتونیم بگیم حتی کانتکست بین المللی، وقتی شما میبینید مثلا سال 68 بوده یا اتفاقاتی که در چین یا کوبا افتاده و تأثیرات بین المللیش به روی جوانان جهان و نه فقط به روی جوانان در ایران، در ایران اون زمان در سالهای 40. در واقع من کارشناس آموزش هستم و در مورد سیستم آموزشی که در اون زمان بوده یه مقداری مطالعه کردم، یه مقداری نگاه کردم، به خاطر که برای من همیشه این سوال بود که خب حالا من اون موقع 13-14 سالم بیشتر نبود، اما کسی مثل خمینی میاد یک چیزی رو مطرح میکنه، چطور میشه که تمام این جامعه عکس العمل نشون نمیده،
یا اگه عکس العمل نشون میده، من یادم میاد سر سفره که میشستیم، سر میز که میشستیم، بله عکس العمل هایی بود، سوال بسیار بود، کسانی بودن که کاملا انقلابی بودن و بسیاری بودن که براشون سوال های زیادی بود که چگونه خواهد شد، این آزادی چیست، این استقلال چیست و غیر و غیره. اما باید گفت که در سیستمی که ما رو تربیت کردن، که سیستم آموزشی محمد رضا شاهی بود، در اون سیستم، این سیستم کپی سیستم آموزشی فرانسه بود با یک تفاوت، و تفاوتش این بودش که تفکر انتقادی رو از این سیستم بریده بودن. یعنی که شما یک سیستم خارجی رو برداشتین، کپی کردین، آوردین در یک کشوری، این سیستم رو ازش استفاده میکنین، اما اصلی ترین، پایه‌ای ترین، محوری ترین چیزی که درش هست که در واقع تفکر انتقادی است، این رو برمی‌دارید. به این صورت دیگه شهروند نداریم، بلکه انسان‌های مطیع داریم. یعنی مستبد خیرخواه در اون زمان اومد تجدد آورد، اومد به نوعی مدرنیته آورد، اما از شهروندان که در واقع شهروند نبودن، از کسانی که در این کشور زندگی میکردن، ازشون اطاعت میخواستن. یعنی که شما برای چی میخواییم فکر کنین؟ برای چی فکر کنین؟ راجع به چی فکر کنین؟ من مستبد خیرخواه به شما میگم شما چی کار باید بکنین، و شما اگر دنبال من بیاین، من شما رو اونجایی که باید میبرم. به همین دلیل شهروند به نظر من در اون موقع با این سیستم آموزشی فلج چیز بهتری از این نمیتونست بده. نه تنها که اینترنت نبود، نه تنها که اطلاعات نبود به این وسعت، بلکه از نظر آموزشی شهروندانی که بودن نمیتونستن نقش یک شهروند آگاه رو بازی بکنن و نمیتونستن وضعیت رو اونطور که باید تحلیل بکنن، و به این ترتیب گروهی مطیع شدن، گروهی ساکت موندن. من در این ساکت موندن میتونم خاطرات نوجوانی خودم رو بگم، در همسایگی ما، در فامیل ما و در کسان مختلفی که دل خواستن اما ساکت موندن، و این انقلاب به هر حال رقم خورد. این در رابطه با این موضوع که سطح سواد جامعه گفته شد که پایین بوده. بله، خب حالا مقدار باسوادان جامعه به اندازه امروز نبوده و جامعه کانتکستش متفاوت بوده و سیستم آموزشی هیچ کمکی نمی کرده که آگاهی در جامعه اشاعه پیدا کنه و شهروند اونطوری که ما در فرانسه داریم برای ارزش‌های دموکراتیک وای میسه و میجنگه. هر اتفاقی یعنی شهروند خودش رو مسئول میدونه در این رابطه. مسئله دیگه‌ای که دوست عزیزمون در رابطه با این صحبت کردن که با شعار زن زندگی آزادی پایه‌های مردسالاری هنوز استواره و در واقع اگر که بخوایم تغییر بدیم، در واقع تغییر صورت به اون صورت تغییر صورت نگرفته اونطوری که خیلی ها امید به اون دارن. من فکر میکنم یک تغییر گفتمانی به وجود اومده و نسل جدید و نسلی که این انقلاب رو رقم زده یک تحول گفتمانی رو به وجود آورده که این زن زندگی آزادی تونسته بر روی این تحول در واقع خودش رو قرار بده. اما این گفتمان به تنهایی کافی نیست، بلکه در زمانی که باور من زمانی که ما بتونیم یک تعریف یعنی به زبان مشترک بتونیم بگیم این شعار زن زندگی آزادی چیست و این رو به اشتراک بذاریم و هممون باور داشته باشیم به چشمنداز جامعه آینده، اون زمان هست که احتمالاً این رژیم عوض میشه و بعد از این که
این تحول صورت گرفت، من فکر میکنم که برای عوض کردن پایه‌های مردسالاری که بسیار قدرتمند هستند در ایران و به همین دلیل هم هست که ما باید خیلی فکر بکنیم که چه نوع حکومتی میتونه به ما کمک بکنه که ما هرچی بیشتر حقوق خودمون رو داشته باشیم. چون من در سیاست‌های عمومی کار میکنم، مسئله برابری حقوق در واقع یک مسئله قانونی است. یعنی شما باید یک حکومت داشته باشین که بتونه وکیل مجلستون بتونه ببره قانون اونجا تصویب کنه. قانون که تصویب شد، زن یا مرد ایرانی میتونه اون حقوقی که ازش صحبت شد، حقوق ذاتی یا حقوق شهروندی، به این صورت این حقوق میتونه ازش پشتیبانی بشه و این زن و مرد ایرانی میتونن در یک همچین جامعه ای از این حقوق استفاده کنن، نه با آگاهی داشتن. بله باید همین بدونن، اما ما باید بدونیم که ابزارهایی وجود داره، ابزارهای در واقع جلو بردن این حالا ایدئال حقوق، هر چی که میخوایم اسمشو بذاریم، که بتونیم این جامعه رو به توسعه برسونیم. آخرین چیزی که میخواستم بگم در رابطه با زنان ایران که در مقابل جمهوری اسلامی مقاومت کردن در طی این چند نسل، میخواستم این را هم اضافه بکنم که به قول دوستی میگفت زنان ایران در مقابل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه ایستادگی کردن در این چند نسل، اما هر کدومشون در خانه خودشون یک ولایت فقیه داشتن و در این حالی که برای حقوق خودشون در خانه و در خانواده می جنگیدن، در این حال می جنگیدن در مقابل ولایت فقیه جمهوری اسلامی. خیلی ممنون. سپاس از خانم پارسایی عزیز. صفورا مشایخی عزیز دستشون بلنده، لطفا دوستان مایک رو باز کنید تا بشنوید صفورای عزیز رو. سلام مجدد، ممنونم از وقتی که دادید. من فقط یه نکته ای رو در راستای صحبت شیوا خانم و آقای شفایی به ذهنم رسید، اینکه ایشون به درستی میگن که خب فقط آگاهی نیست که جامعه بعدی ما رو میسازه و ما نباید فقط روی آگاهی دادن متمرکز بشیم. من کاملا موافقم. بیشتر من فکر میکنم این ایجاد فهم مشترک و خرد جمعی میتونه یه فشاری از پایین ایجاد بکنه، از سمت جامعه مدنی، از سمت افکار عمومی، که احزاب و گروه های سیاسی رو تحت فشار قرار بده، چه الان در دوران قبل از سرنگونی، چه در دوران گذار و چه در دورانی که حکومت جدید قرار شکل بگیره. این فشار افکار عمومی، این خرد جمعی و آگاهی عمومی میتونه خیلی مؤلفه تاثیرگذاری باشه برای دست پیدا کردن به اون چیزایی که هم مردم به صورت کلی دنبالش هستن و هم زنان. و از یه طرف دیگه هم این که من فکر کنم بیشتر از این که ما به شکل حکومت آینده تاکید بکنیم و به این فکر باشیم که چه شکلی از حکومت میتونه خواستهای ما رو تامین بکنه، بهتره که به درون مایه ی حکومت، به محتوای قانونی اون حکومت بیشتر دقت بکنیم. هر حکومت، همه شما از زمین میدونید که هر حکومتی اگر فرضاً اسمش سلطنت یا پادشاهی باشه، شکلش به صورت پادشاهی یا سلطنتی باشه، لزوماً به این معنا نیست که دیکتاتوریه. و هر حکومتی هم که شکل ظاهر دموکراتیک و جمهوری داشته باشه، به این معنا نیست که مردم سالاره. به همین دلیل من فکر میکنم بیشتر از اینکه روی شکل حکومت متمرکز بشیم، باید روی محتوا تمرکز داشته باشیم. ممنونم. سپاس هست خانم مشایخی عزیز به خاطر مشارکت و نقطه نظرتشون که در اختیار ما قرار دادن. خب خانم پارسای عزیز، من الان دوستان عزیز اگر کسی صحبتی، نظری، نقطه نظری داره میتونه دستش رو بلند کنه، من میام سراغتون. اگر نه که بله، خانم ایزدی دستشون بلند کردن، لطفا مایک براشون باز کنید. سلام مجدد، من یک نکته دیگه که میخواستم بگم، خیلی خوب بود، خیلی صحبتهای خیلی عالی اینجا شد. یه نکته برای، چون خودم داخلش بودم، میخواستم اینم بگم که خانوادهایی که تعصب دارن، الان من خواهرم که آزاد شده
وقتی ازشون پرسیدم خب چه تجربه داشتی، چی کار کردی، یا مثلا یه صحبتی برامون داشته باش، میگه من تنها چیزی که میدونم از یه زندان کوچیکتر به یه زندان بزرگتر به یه زندان کوچیکتر رفتم. پس این اطلاع رسانی، این آگاهی خیلی به نظر من اینم میتونه مفید باشه که دید خیلی ها رو باز کنه که بتونن راه درست و غلط رو بتونن انتخاب کنن. من خودم یکی اقوامم به اون زنگ زده میگه ارزش داشت این همه بره به ساون داخل زندان باشه. 100% هر قدمی که ما برمیداریم به نوع خودش، حالا هر فعالیتی که میخواد باشه، برای آزادیمونه. 100% این همش ارزش داره. خیلی ممنون که باز دوباره به من گوش دادین. مایکو رها میکنم. سپاس خانم ایزدی عزیز و خانم پارسای عزیز. ما دیگه تقریبا داریم نزدیک میشیم به 2 ساعتی که زمان برنامه من بوده و در خدمت شما بودیم. من حالا دوست دارم که صحبت‌های پایانی خودتون رو بشنوم. باز اگر زمانی بود و دوستان موردی نداشتن، خودم سوالی رو دارم که از شما می‌پرسم. من در صحبت این فکر کنم که صحبت های بسیار خوبی شد. خیلی جالب هستش که این برخورد نظری به نظر من خیلی جالب هست، به خصوص در بین زنان که نقطه نظرهای مختلف در چه در نسل‌های مختلف، چه در زنانی که در جاهای مختلف هستند، در کشورهای مختلف هستند، این بسیار سازنده هست. من میخوام یک صحبتی بکنم راجع به مسئله‌ای که در رابطه با آگاهی دادن شد. آگاهی دادن بسیار بسیار ارزنده است. من به عنوان کسی که سالها در آموزش کار کردم، تمام متدها و کارهایی که ما انجام میدادیم همینطوری بودن که دوست عزیزمون میگفت، یعنی این که ما آگاهی رو در اختیار میگذاشتیم و میذاشتیم فرد با این آگاهی آشنا بشه و از اون فراورده‌ای به وجود بیاره. و آگاهی فقط از این دست به اون دست دادن اطلاعات نبود، بلکه این آگاهی و آموزش برای رشد فرد در اونجایی که زندگی میکرد و در اونجایی که بود باید انجام میشد اینطور. اما من فکر میکنم که در مرحله و برهه تاریخی که ما قرار داریم، از یک طرف میتونیم یک نقش آموزشی بازی بکنیم، یعنی همونطور که دوستمون گفتن در این راه بریم که آگاهی رو به صورت مختلف در اختیار همگان بگذاریم، یعنی کسانی که در این رابطه علاقه‌مندی هایی دارن میتونن آگاهی رو در اختیار همگان بذارن. اما در کنار این نقش های دیگری وجود داره، نقش های کسایی که نقش سیاسی دارن یا میخوان کاری در حوزه سیاسی انجام بدن. اینجا دیگه نمیتونیم ما به آگاهی دادن کار رو تموم بکنیم و اجباراً باید وارد کار بشیم، وارد اکسیون بشیم، یعنی که ببینیم با آگاهی که داریم، با اون چه الان در دست داریم، چه میتوانیم بکنیم. و زمانی که ما نقش فعال زنان رو میخوایم بازی بکنیم، میتونیم در اون نقش آموزشی بمونیم، اما یک مسئولیت دیگری که داریم، مسئولیت چگونه جلو بردن این جنبش ها و چگونه معنا دادن به آنچه اتفاق میفته و اکسیون ها، و اینکه چگونه ما بتونیم این رو از یک آگاهی به یک اکسیون یا به یک کار، به یک تأثیرگذاری تبدیلش بکنیم. من فکر میکنم که اینجا من صحبتم رو تموم میکنم و فقط یک جوابی داشتم برای سفرهای عزیز که
ایشون گفتن که در رابطه با محتوای یک حکومت صحبت کردن و غیر و غیره. اون چه که من میگم مسئله من حکومت پادشاهی و غیره نیستش، مسئله اون چیزی که من بیان کردم، مسئله این که سکولاریسمی که ما میخوایم چه نوع سکولاریسمی باشه که تا بتونیم حقوق زنان رو تأمین بکنیم و تضمین بکنیم در اون کادر حکومتی. البته این میتونه یک بحث بسیار تخصصی باشه که شاید در جای دیگه باید من مطرح میکردم و شاید سوء تفاهمی در این رابطه به وجود اومده. خیلی ممنونم، من خیلی خوشحال بودم که در کنارتون بودم، از صحبت ها خیلی لذت بردم، خیلی استفاده کردم، خیلی یاد گرفتم ازتون و اگر که سوالی دارین شرایط جان من در خدمت شما هستم. تمام موارد و سوالهایی که توی ذهنم بود رو به خوبی پاسخ دادین. به شخص بسیار بسیار آموختم. خانم پارسایی عزیز ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید امروز در کانون دفاع از حقوق بشر و در کمیته زنان با عنوان تظاهرات در سال 57 در کنار ما بودین. هم از تجربه زیسته خودتون گفتین، هم تحلیل کردید موارد و مسائل رو، هم که پلی زدید از اون انقلاب به انقلابی که الان در جریانه، زن زندگی آزادی، و به شخص بسیار بسیار آموختم. تشکر میکنم ازتون و از همینجا دعوت میکنم که در کمیته زنان بیشتر و بیشتر در کنار ما باشید. ما نیاز داریم به افرادی چون شما، به تخصصتون، به تجربتون، برای اینکه بتونیم قدم همون رو مطمئنتر و درستر برداریم. و همین، اگه اجازه بدین که صحبت های آقای شفایی رئیس کانون دفاع از حقوق بشر که اینجا در جمع ما هم هستن رو به عنوان صحبت های پایانی بشنویم و بعد من ختم جلسه رو اعلام خواهم کرد. دوستان مایک رو برای شفایی آزاد کنید. ببخشید نباید من اینجوری معرفی کنم، منم مثل دوستان جز حاضرین هستم و اصلا به سمت منم ارتباطی نداره، من فقط نظرهای شخصیمو مطرح میکنم. من خیلی ممنونم، خوشحال میشم. مثلا یه دوستی هم داشتیم در رابطه با اینکه زنان باید در رأس باشن و صحبت های اینچنینی داشتن، همینطور خانم پارسی. میخواستم خواهش کنم که اگر امکانش باشه یه جلسه ای به عنوان، و ما چون یه دریچه رو به آگاهی داریم، به عنوان بحث و گفتگو دو نفره سه نفره ضبط میکنیم و منتشر میکنیم. اگر که اشکال نداشته باشه شما با همین دوستتون، و من هم حاضرم بیام، چون به حال یه نقطه نظر مشترکی تقریبا نداریم، یه خود فاصله داریم با هم دیگه، چون من فقط به آگاهی فکر میکنم و معتقدم که با آگاهی به نتیجه میرسیم، حالا در دراز مدت، چون وقتی که بیایم نظر آموزشی خودمونم بیاریم به دیگران بدیم، در واقع باعث میشه که ما به اونا خط میدیم. من با این کار کاملا مخالفم، به همین دلیل دلم میخواست که یالا نمیخواست چون جلسه هم داره تموم میشه، از شما خواهش کنم که با شرار خانم هماهنگ کنید، حالا اگه دوست داشته باشید با کمیته پژوهش ما یه جلسه ای بذاریم، بتونیم اونجا راحت تر با هم بیشتر صحبت بکنیم. خیلی خوشحال میشم. خیلی جلسه خوبی، من کیف کردم، خسته نباشید، هم خود شما هم دوستان دیگه ای که در جلسه شرکت کردن نظراتشون رو گفتن، جلسه خیلی خوبی بود. به من حالا امیدواریم که وقت بشه دوباره بریم ضبط شدهش هم یه بار دیگه گوش بکنم. سپاس رو به شفایی عزیز. و من قصدم این بود که هم خانم پارسایی و هم خانم رخش عزیز و بقیه و صفوره عزیز که بسیار بسیار ایده های خیلی خوبی دارن، و من فکر میکنم بستری که شما آماده کردید در کانون دفاع از حقوق بشر که بسیار بسیار ارزشمند هست، و در این بستر افرادی که فعال هستن و دلسوز هستن و دغدغه مسائل حقوق بشری و حقوق انسانی رو دارن، بودنشون در اینجا جای درستیه که ما اگر در کنار هم قرار بگیریم و با هم صحبت کنیم و نقطه نظراتمون رو بیان کنیم، مطمئناً میتونیم قدم‌های موثری رو برای جامعهمون برداریم. و تک تک افرادی که همه دوستانی باشن که اینجا باشن که من میشناسمتون، همه افرادهای دغدغه‌مندی هستید و دریچه رو به آگاهی هم که در کمیته پژوهش هست، اتفاقا پیشنهاد بسیار بسیار عالی بود که
حالا هم میتونیم قبلش یک جلسه دیگه هم جناب شفایی با شما داشته باشیم و اونجا همین بحث های تخصصی رو با هم دیگه پیش ببریم و صحبت کنیم. اگر همکاران عزیز و دوستانی که در جلسه شرکت دارن نقطه نظری رو ندارن، من میتونم ختم جلسه رو اعلام کنم، اگر هم که ببینم دستی برنده که مایک رو در اختیار دوستان قرار میدیم. من چند ثانیه صبر میکنم. خب میبینیم که کسی دستش بلند نیست. پس با اجازه شما امروز چهارشنبه 1 فوریه 2023 رأس ساعت 20 و 3 دقیقه به وقت اروپای مرکزی ما ختم جلسه‌مون رو در کمیته دفاع از حقوق زنان اعلام می‌کنیم. در این جلسه ما در خدمت خانم شیوا پارسایی، کارشناس آموزش و مشاور اجرایی کردن سیاست‌های عمومی، فعال حقوق زنان بودیم با عنوان تظاهرات روز جهانی زن در تهران در سال 57. در این جلسه من شراره محمودی مسئول جلسه، منشی جلسه خانم آیلار اسماعیلی، ضبط صدا و تدوین لیلا رمضان، سعید پورمن، ادمین‌ها فهیمه تیموری، منا احمدی پور و فرشیده پور آذران بودند. تشکر می‌کنم از تک تک دوستانی که در این جلسه با ما همکاری کردن، همکاران عزیزم، از دوستانی که مشارکت کردن، مشارکت فعالانه داشتن، از اون دوستان خیلی بیشتر، از دوستانی که از طریق یوتیوب ما را دیدن و دوستانی که در آینده ما را خواهند دید. ممنونم از همتون. به امید آزادی و رهایی ایران عزیزمون و تا جلسات دیگر شما رو